خب دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 29 ماه جون سال 2018 میلادی، و یه چند دقیقه دیگه بهتون میگم چندم تیر ماهه. شاید آقای فرزاد نیساری بهمون از شیراز ندا بده. روزت خوش، همشهری پایدار باشی. خیلی ممنون، امیدوارم شما هم همیشه سلامت و به قول معروف پیروز و به قول خودتون پایدار باشید. امروز چندم ماه تیر هست. این دوست ما علی آقا رفته سفر، برای من همه اینا رو فرستاده، ولی به صورت زیپ فرستاده. ما حوصله زیپ و دکمه و شلوار و یقه و اینا نداریم. در هر صورت براتون پیدا میکنم، مینویسم، هیچ مسئله نیست. دوستان عزیز بگید ببینیم که شما هم در این روزها نگران هستید، اخبار ایران رو دنبال میکنید یا نه. و من امروز میخوام این همشهری خودم آقای مجید خوشنودی رو روی میز تشریح دراز کنم و ببینم ما ایرانی ها چرا اینقدر آمریکایی ها میگن ویشی واشی. چی هست اینایی که دم مزاج فکر کنم، یعنی هر لحظه همون چیزی که خودمون میگیم به یک قوره سردیمون میشه و به یک مویز یا کشمش گرمیمون میشه. این آقای خوشنودی یکی از اونایی که وقتی راجع به ایران و اینا صحبت میکنیم با من خیلی وجوه مشترک داره، و دیدم که پریروز روی فیسبوک نوشته که حالا ما ایران مشکل کم داریم که تلویزیون مردم فقط از ترامپ صحبت میکنه. ببین عزیز من، من بارها گفتم من الان ایران نیستم، 32 ساله از ایران اومدم اینجا به دلیل اینکه اینجا فکر میکردم کشور بهتریه، میتونم زندگی بهتری هم خودم داشته باشم هم برای بچه هم. ولی حالا احساس خطر میکنم که اینجا داره قانون شریعه مسیحی رو میخواد اجرا کنه. شما ممکنه خبر نداشته باشی، شما این ویدیوهای مختلف میبینی، فلان خانم جراحی کرده غیر میده، اون یکی فوش میده، اون یکی نمیدونم متلک میگه، دلتو با این چیزا خوش میکنی. من متاسفانه یا خوشبختانه پدرم هم همینجوری دنبال اخبار بود از اون موقع، و موسیقی کم تو خانوادمون گوش میدادیم، بیشتر همین اخبار و اینها میمد. خبرهام که میدونید، خبر خوب رو که کسی نمیگه، خبر بد رو میگه. وقتی اینجا دیروز توی شهر نزدیک ما، نزدیک آقای کابوسی، یک دیوانهی بلند میشه میره تو دفتر روزنامه و 5 نفر رو میکشه، برای که اینا وقتی که این تو دادگاه رفته بوده آمدن خبر دادگاه رو چاپ کردن. این الان نگاه میکنی آمریکایی‌ها نمی‌نویسن ننگ بر خمینی، آمریکایی‌ها نمی‌نویسن ننگ بر سوریه، روسیه می‌نویسن که آقای ترامپ ننگ بر شما، حالا who is the enemy. برای که ترامپ میگه روزنامه و رسانه و اینها دشمنان مردمن، نمیگه دشمنان دیکتاتورن برای که دست دیکتاتورا رو باز میکنن، میگه دشمنان مردمن که یه عده آدم ساده لو هم یه دوستی دیگه اونا نوشته بله این آقای خوشنودی درست میگه. میگم خانم آقا، من این خبرها رو مینویسم، شما بیا روزی 10 دقیقه اول برنامه با فوش و فضیحت به جمهوری اسلامی و آخوندا و اینا شروع کن، ولی به منم اجازه بده ازتون سوال کنم آخونده رو کی آورده اونجا. خانم نیر الان درباره این ویدیوی آقای امید دانا می‌نویسه که این که دیگه معلوم شد مزدور جمهوری اسلامیه. میگم بابا این تا 4 ماه پیش که دنبال رضا پهلوی بود خوب بود، حالا که یکم عقلش اومده سر جاش میفهمه رضا پهلوی کاری نیست و این نوشته 100% نوشابه، 100% آب پرتقال، ولی خیلی میخونی داخلش بعد اون آخراش نوشته 10%. من نمیدونم 100%ش چیه 10%ش چیه. امروز همش گفتن اینجا خیلی گرم شده، همش گفتن سعی کنید که آب بخورید زیاد، و این هیدرولیک مایه اینا کلن وقتایتون میگفتن جک هیدرولیکی، یعنی دنده‌ای نبود، مایه بود، با مایه میرفت بالا. اون قانونی کی بود؟ از اینجا شما یه جکی کوچیک داری، از اونجا یه جکی بزرگ، یادمون رفت هرچی هم درس خوندیم. در صورت این ماجرای ترامپ عزیز من، یه ویدیویی آقای کوروش برای من فرستاده، بذارید براتون پخش کنم.
اگرم دوستی هست که انگلیسی ممکنه متوجه نشه، حتما بعدا این قسمت برنامه رو بره به یه دوستش بگه که براش ترجمه کنه ببینه چی میگه. کلیک تو دانلود ببینیم. حالا اینو روی بله میگه سیو. من همین اول برنامه اینو براتون روشن کنم که میگه اینجا شما میدونی همیشه میگفتن دادگاه باید بیطرف باشه، به همین خاطر این فرشته عدل و اینا هم چش بستن، ترازو هم دادن دستش، البته شمشیر هم این دستشه. حالا گویا از زیر اینم یواشکی نگاه میکنه، هر کی خودیه میگه برو این ور، هر کی ناخودیه با شمشیر میزنه. به اصطلاح دادستان کل کشور وقتی که میاد استناد میکنه به سوره و آیه انجیل و میگه طبق آیه انجیل این کاری که ما کردیم بچه ها رو از پدر مادرشون جدا کردیم درسته، صدای مردم فوری در میاد میگه آقا طبق قانون همین انجیل شما 400 سال بردهداری رو راه انداختید و این ور اون ور. البته دوستان یهودی شروع کردن بردهداری رو. بعد میگه طبق قانون همین انجیل اگه شما بخواید رفتار کنید اصلا شما از اون کشورهای دیگه طالبان و نمیدونم افغانستان و ایران و اینا بدتر میشین. بذارید ببینیم این میگه اینقدر. don't see try again. خب save it. اوکی حالا بازش کنیم ببینیم باز میشه و چی میگه این آقا. من فکر کنم این توی راشا تیوی یعنی راشا توده هست. اجازه بدید دیدم این آقا رو، ولی از بس کانال های مختلف نگاه میکنیم و میچرخیم دیگه یادمون نیست کی کجا چی گفته و برای چی، ولی قیافه اینه شما تا ببینید حتما شما به من یادتون میاد به من بگید که این آقا تو کدوم تلویزیون برنامه داره. ولی بذارید من صفحه رو اندازه این صفحه سیستممون کنم و بیام سراغ شما. بله کامرای دو. گوش کن آقای خوشنودی، دوست عزیزی که میگه مجید خوشنودی درست میگه، گوش کنید با دقت. I'm here to warn you about a growing threat to the laws and values of the United States from a group of religious extremists and fanatics. No, I'm not referring to so-called jihadists or Islamists or to creeping Sharia. I'm referring to what I like to call the Christian Taliban, those Bible-thumping fundamentalists who are bent on theocratizing the US government. There's the Attorney General of the United States, Mullah Jeff Sessions, who wants Sharia law, but of the biblical variety. Asked last week how the... Didi, be in دادستان کل کشور اترنی جنرال میگه مولا جف سشن. اون وقت اون روز یادتونه یکی از بیننده های احمق به من میگه که آقا این آقای ترامپ رئیس این دولته و نباید بهش بی احترامی کنی. گفتم برو گم شو، برو از لاس وگاس برگرد، برو همه ایران. تو سزاد همونه که اینو کرده باشن تو کلت که این مسئوله، نمیتونی چیزی بگی. اون یکی نمیدونم امامزادن نمیتونی چیزی بگی، اون یکی آقازادن نمیتونی چیزی بگی و همشون از اون سو استفاده کنن. گفتم برو آقا، اصلا من همچین بیننده ای نمیخوام. گوش کنید باز ببینید چی میگه. میگه من شما را از شریعه طالبان و القاعده و اینا نمیترسونم، اخطار و هشدار بهتون میدم از شریعه مسیحیان. گوش کنید. Trump administration could justify separating migrant kids from their parents at the border, Sessions said. I would say, due to the Apostle Paul and his clear and wise command in Romans 13 to obey the laws of the government, because God has ordained the government for his purposes. Yeah, forget all the verses in the Bible that talk of love and compassion towards the less fortunate. No, obey the law according to Romans 13. The same verses of the Bible, incidentally, that we used to justify slavery. But that didn't stop White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders from coming out explicitly in favor of theocracy. It is very biblical to enforce the law. بله میگه اون احمق که اینو گفت از اون احمقتر این زنی که حقوق میگیره فقط دروغ بگه. و چند روز پیش هم از یه رستوران انداختنش بیرون که البته بنده خدا صاحب رستوران اشتباه کرد، حالا رستوران رو بستن و حتی به جاش یه رستوران دیگه که اسمش با اون مشابه مورد اذیت و آزار قرار میگیره. و اینم میگه بله، میگه این بارها گفته شده که باید قانون بایبل تو مملکت اجرا بشه.
That is actually repeated a number of times throughout the Bible. By the way, Sarah Huckabee Sanders is the daughter of Mullah Mike Huckabee, who once called for God's law to be placed above. میگه یادتون باشه این دختر خانومه دختر مایکل هاکبیه که بهش هم میگه ملا هاکبی، که اونم یه تندرو و فناتیک بنیادگرای مذهبیه و چند مدت پیش گفته ما باید قانون اساسی رو عوض کنیم، قانون خدا رو بیاریم. خب این کجاست؟ این همین طالبان و القاعده و آیسیس، مردم شلاق میزنه، دخترها رو میگیری میبره، اسلیو یا بردگی میبره. و گوش کنید بازم با دقت، to be placed above US law، میگه قانون خدا باید بالاتر از قانون اساسی آمریکا باشه. US law. And that's what we need to do, is to amend the Constitution so it's in God's standards rather than try to change God's standards so it lines up with some contemporary view of how we treat each other and how we treat the family. There's also آقای خوشنودی، دیدی یه عده جوون مذهبی اونجا وقتی این میگه اونا هم پرچماشونو میبرن بالا. من برنامه‌ام اینجا برای اینه که اگه یه نفر داره از اون وری میره بگم آقا ما دیدیم اونجا در رفتیم از اونجا، اینجا رو اونجا نکنید. There's also Mullah Ted Cruz, whose victory speech at the 2016 Iowa caucuses began with "Let me first of all say to God be the glory." That's basically Christian for Allahu Akbar. Imagine the reaction if a Muslim candidate for high office began his victory speech with Allahu Akbar. I'm just saying. Cruz has also said he's a Christian first and an American second. Can you imagine if, say, Congressman Keith Ellison said he was a Muslim first and an American second? Then there's Mullah Mike Pence. I'm a Christian, a conservative, and a Republican, in that order. He's tried to bring his extreme religious views into the science classrooms of America. Let us demand that educators around America teach evolution not as fact, but as theory. While governor of Indiana, Pence brought in a quote-unquote religious liberty bill, which basically legalized discrimination against a vulnerable LGBTQ minority. And he literally signed that bill surrounded by these folks. Look, as in the Middle East, to really politicize religion, you need a bunch of politicized clerics. Caliph Donald Trump can call on some of America's finest to make the case for Christian supremacism and to make the case for him, the divine case. For an irreligious, thrice-married adulterer and former casino owner. There's Mullah Franklin Graham, who says the hand of God elected Trump. There's Mullah Robert Jeffress, who says God gave Trump the authority to take out Kim Jong-un. There's Mullah Jim Baker, who says we have to obey Trump because God had him elected. If that isn't the language of theocracy, of zealotry, then what is? And for those of you moderate Christians who are tearing your hair out at the sight of these Christian extremists distorting your precious faith to score political points and advance a narrow, intolerant, hate-filled agenda, all in the name of God and with the aid of Scripture, well, let me say on behalf of all your Muslim friends and neighbors, welcome to our world. بله، میگه نگاه کنید، شما اگر اینجوری پیش برید میاین همون ماجرای اسلام که الان خاورمیانه و دنیا رو اینجوری به درد سر انداخته، کریسچن این مسیحیت شما هم این کار رو انجام میده. حالا اجازه بدید برگردیم بریم ایران و ببینیم آقای خوشنودی یا دوستان دیگه چی میگن، اوضاع و احوال ایران رو الان چجوری میبینید. آقای زرابی که میگه آقا باید مثل انقلاب فرانسه کشته بدیم اینجوری بشه تا خوب بشه. من یکی از دوستان یه نوشته ای رو فرستاده بود، به نظر من این درسته، اجازه بدید اینو به شما نشون بدم. چون مثل دیروز یه نفر کشته شده و 18 نفرم مصدوم. اینو آقای فریدون رزمجو فرستاده، همشهری عزیزمون، بذارید من برای شما هم اینجا نشون بدم و ببینم که نظر شما چی هست. شما هم میتونید نظرات خودتون رو به وسیله تلفن، به وسیله فیسبوک، به وسیله ایمیل، به وسیله تکست با ما در میون بذارید. ببینید، البته من موقعی که ازش عکس گرفتم یه ساعت بوده که ایشون گذاشته بوده. آقای فریدونه، بهش میگن فری رزمجوی. به هوش باشیم، خیزش مردمی را مانند قیام سال 57 به بیراهه نکشانند،
آتش زدن چاره کار نیست. آتش سوزی در پتروشیمی آبادان با یک کشته و 18 مصدوم. یادمه من وقتی این چیز رو فرستادم، دوستانی مثل خانم لیلا میلانی و دیگران به خاطر سابقه بدی که این امید و دانا داره گفتن آقا اصلا ما این رو نگاه نمی کنیم، we hate him. گفتم بابا این یکی رو استثناءن نگاه کنیم، و وقتی نگاه کردن الان اونا یه مقداری نگران شدن. البته بعضی وقتا دیگه نگرانی بیش از حدم فایده ای نداره. یه وقت هست که شما کاری از دستت بر نمیاد. بله میتونی به دو نفر دیگه بگی، روی پست روی فیسبوکت اینا رو پست کنی، بذاری، فعالیت کنی، ولی تا یه حدی شما میتونی فعالیت کنی. حالا بشین تو سر خودمون بزنیم و گریه کنیم و زاری کنیم و اینها بیفاید است. در صورت من امیدوارم که یک کسی پیدا بشه این جنبش رو هدایت کنه. اتفاقا گفتم که امیدوارم این آخوندها اشتباه شاه رو انجام ندن و با مردم صحبت کنن، بگن ما اشتباه کردیم، از امروز ما میریم سراغ خودمون و شما هم نماینده خودتون انتخاب کنید و اینها. خانم نیر میگه منظور شما از شاه اشتباه کرد چی بود؟ ایشون سرطان گرفته بود، مریض بود. میگم خب خانم همون اشتباه کرد که مریض که بود مسئول کار بود. آقا خانم اگه یه کسی مریضه بنده امروز یه کاری انجام میده، میافتم پام درد میگیره، پام میشکنه، خب اولین کاری که میکنم باید به اون رئیس، به اون کسی که منتظر من فردا برم سر کار، بگم من افتادم پام شکسته، یه نفر دیگر رو پیدا کن یا خودت برو سر کار. من نمیتونم نرم سر کار بعدم هر کی گفت که چرا نیومد بگم آقا مریض بودم. مگه شما شعور نداری؟ مگه نمیفهمی پام شکسته؟ بابا شعور داره، تو که پات شکسته شعورت از دست رفت خبر بده. تو که مریض شدی سرطان گرفتی، مگه ایشون اولین رهبر دنیا بوده که سرطان گرفته؟ مگه ایشون اولین پادشاه بوده که سرطان گرفته؟ خیلی از پادشاه تو سن 30-40 سالگی مرضای لاعلاجی گرفتن، وزیر و وزرا و مسئول وزارت نمیدونم بیمارستان و بهداری و در قسمت شاه که دکتر حیوانات آقای عیادی رو صدا زدن میگن چه خبره، این به دکتر خودش هم نگفته بود. خب بابا اشتباه کرده. من میگم شما هرچی از خوبیای این دوتا پادشاه میگید ما قبول داریم، بیاین یه اشتباهشو بگید. حالا بازم خوبه خانم نیه میگه اشتباه کرد که فرار رو گرفت. خب ببینیم که دنیا دست کیه. این 774 شماره تلفن آقای منوچهر از بوستون هست، بذارید حالا پخش میکنیم دیگه. خدایا به تو پناه میبریم اگه وجود داری، ببینیم چی میگی. 3 دقیقه هم صحبت کرد. آقای سودی سلام، منوچهر هستم، از باستان زنگ میزنم. عرض کنم که برنامه روز دوشنبه‌تون رو که آقای احمد علی مسعود انصاری کشف داشتن و خیلی جالب بود، البته پیش چیزایی که گفتن به خصوص برای جنگ های داخلی و اینا واقعا قابل قبول بود و حالا تکرار مکررات هم بودی چشکاری نداره، این هم یادم. شما کاملا درست میگی، خیلی از دوستان حتی خود آقای پتیک هم گفتن که تکرار مکررات بود، خانم لیلا میلانی هم گفتن تکرار مکررات بود. آقای انصاری باید بحثش دو تا قسمت داشته باشه. یه قسمتش اون چیزی رو که جدیده بگه اول کار، بعد حالا اگه میخواد بازش کنه و دیگران رو آشنا کنه با موضوعات کتاباش و موضوعات قبلی، اونا رو خیلی خلاصه و سریع و تکرارم نکنه. شما درست میگی، منم با شما هم عقیده هستم. تنها قسمت جالب برنامه آقای انصاری همین ماجرای شهریار آهی بود که به من و شما نشون بده چه کسانی هی میرن مجلس. آقای چمنارا هی نگو من داشتم برای کار شرکتم میرفتم از اون برم رفتم. مگه آقا اینجوریه؟ دعوتت میکنن میری اونجا، عکستو میزنن، مسئول شناخته میشی. آقای انصاری کار خوبی کرد، پیدا و پنهان شهریار آهی رو نشون داد و ما رو هشدار داد درباره خطر جنگ داخلی. گفت اینا اصلا احتیاج ندارن سرباز بفرستن، اینا احتیاج ندارن هواپیما بفرستن، خودمونو میندازن به جون هم دیگه.
حالا ببینیم منوچهر چی میگه. بدیش برای همین. ولی پس از اینکه برنامه تموم شد با ایشون، شما صحبت میفرمودید راجع به یعنی حقیقت میفرمودید که ایشون استاد دانشگاه بودن، اونم دانشگاه ملی که من میدونم که برمیدونم دانشگاه درباری بوده. خب این یکی از سوالایی بود که من سابق از 4-5 به سوالی که داشتم یکم همین بود که میخواستم از ایشون بپرسم و ایشون دیگه تفره نرن و خیلی راحت پاسخ بدن. اگر اشتباه بوده من اشتباه کردم بفهم، یا اینکه نه چیزی بوده اتفاق افتاده که ایشون. من اصلا نفهمیدم. من گفتم که دانشگاه ملی دانشگاه درباری بوده، یادم نمیاد اگه گفتم که ایشون اونجا استاد دانشگاه بوده. بله ممکنه به خاطر اینکه فامیل فرای پهلوی بوده، درباری بوده، یک تخفیفی بهش قائل شدن گرفتن. اگر 3 نفر می اومدن و این آقا ممکنه فامیل نبود، الان ایشون خودش داره برنامه رو نگاه میکنه. آقای انصاری اگر در این باره میخوای صحبت کنید، چجوری شد شما در دانشگاه استخدام شدید؟ و آقای منوچهرخان عزیز، یکی از دلایلی که من اینجا خودم رو خفه کردم، هی گفتم شما چرا هی میگی من میخوام هم موقع که این میاد ازش سوال کنم. خب آقا سوالاتونو بپرسی که این بنده خدا مجبور نشه تکرار مکررات کنه. این سوالا رو 10 تا سوال میذاریم ایشون جواب بده. آقای خسرو بهرامی میگه آقای انصاری شما که اینقدر با خدا هستی، شما که اینقدر همون موقع که همه تو دربار بی خدا بودن، فقط شما و شاه و مادر فرح با خدا بودید، چجوری آمدید قبول کردید یه سری زمین بگیرید برید خونه بسازید، این خونه ها رو بدون آب و برق به مردم بفروشید؟ حالا آقای انصاری باید بیاد جواب بده، بیاد بگه که من اون موقع فکر کردم دارم یه کاری برای مردم انجام میدم، بعد نمیدونستم اینجوری بخور بخور و ببر ببره. و اینا سوالای خوبیه. چیزی که هست شما اینجا منو گرو میکشید. آقا اگر آقای انصاری میخواد بیاد، من باید همون موقع که اون میاد اینجا بیام سوال کنم. و میبینید ما برامون آقای انصاری و من ربع ساعت با رانندگی فاصله داریم، ولی برای همین که این ارتباط برقرار بشه 1 ماه طول میکشه. بعد که تازه قول میدیم، یه بار ایشون مریض میشه، یه بار من مریض میشم، همه بالای 60-70 هستیم دیگه. حالا شما تو این شرایط یه شرط دیگه هم میذاری. خب این شرط ها وقتی زیاد بشه امکان برنامه از بین میره. مثلا میزنم خانم میلانی بگه به شرطی که فلان ساعت پخش بشه چون من تو کالیفرنیا هستم، اون یکی بگه به شرطی که فلان ساعت پخش بشه چون من تو اروپا هستم، من بگم به شرطی که فلان ساعت. خب این شرط ها رو که زیاد کنیم کار راه نمیفته. ما میگیم راه رو ساده کنید، شما سعی کنید با اون کسی که این برنامه رو داره تهیه میکنه. آقا اگه یه سینما میگه ما ساعت 7 فیلمو نشون میدیم، شما اگه امروز نمیتونی فردا بیا، ولی نگو من امروز میخوام بیام شما 5 نشون بدید. به نظر من اینه. در اصل من متوجه نشدم دانشگاه ملی، من اصلا خبر ندارم دانشگاه درباری بوده و یک مقداری به قول آمریکایی‌ها you lost me، اینجا منو گم کردیم ببینیم چیه. تا اونجا که من میدونم توی برنامه‌های سابق هم صحبت میکردن که استاد دانشگاه بودن، من تصور نمیخوام ایشون دکترا داشتن. نه نداشتن. دکتر روان و قوانین تدریس در ایران اون موقع دیپلومه میرفته یه دانشگاه مقدماتی که شما میفهمیدی که تربیت معلم، که البته تربیت هم نمیشدن دلیرم دارن. بعد یک کسی که میره به دانشگاه و لیسانس میگه که شما میگه لانسر، اونم میومد دبیر میشد. بعد باید دکترا در فرق چیزی که بوده درسی که خود دوندن، بعد دخترها میگرفتن تا اینکه بتونن استاد دانشگاه بشن. پرسش من این بود که ایشون که دخترها نداشت چطور اون پست قبول کردن؟ قبول کردن که همون مثل دکتر چی بود مال دوره احمدی نژاد، بگو چجوری اینو به گذاشتن اونجا. اولا من فکر نمی کنم همه باید دکترها میداشتن، فکر کنم بعضی هم فوق لیسانس بستگی داشت به چی درس میدن. بعد یه مثال ساده براتون بزنم. داداش خود من
لیسانس الکترونیک گرفت از آمریکا اومد، وقتی هم اومد اینجا بعد انقلاب بود اومد ایران، که اون خانمه که توی چیز عالی وزارت آموزش عالی نگاه کرد به نمره ها و اون دانشگاه جورج واشنگتن که فارغ التحصیل شد و اینا، گفت که شما دیوونه هستی برگشتی ایران. بعد داداش من استاد دانشگاه پهلوی شد که الکترونیک درس میدن، که بعدا شده بود دانشگاه شیراز. ببینید بعضی وقتا بله باید مثلا لیسانس داشته باشی تا دبیر بشی، ولی یه وقت میبینی نیست، فوق دیپلم هم میکنن دبیر. و حالا این آقای انصاری فوق لیسانس داشته، خودش توی خاطر به اصطلاح زندگی نامش اینا گفته که اومده بوده درس میخونه و اینجا بوده و اونجا بوده و اینها، و بعد با فوق لیسانس میشه استاد دانشگاه و میتونیم ازشون سوال کنیم. برادر من جناب سوربی، مرا با تلفن بگیرید و من خدمتتان این دو سوال را جواب بدهم. خب بذارید من با این تلفن، اینم شد از همون برنامه ها. ببین آقای منوچهر خان، برنامه ما رو شما اگر اون روز سوال کرده بودی درست موقعی که من گفته بودم، آقای انصاری هم مجبور میشد سوال شما رو جواب بده، از تکرار مکررات کم میشد، برنامه بهتری میشد، ولی شما چون قبول نکردی و سوالا رو گذاشتی، حالا برنامه امروز ما میره به یک جای دیگه که من قرارم هست با خانم فری شوبری چند دقیقه صحبت کنم، ولی بذارید اینجا شماره تلفن آقای انصاری رو پیدا کنم و با این تلفن بگیرم. بله 703 دامدارارام دامدارارام دامدارارام. ببینیم آقای انصاری چی میگن. آقای انصاری سلام، سوربی هستم، بفرمایید درباره این دو سوالی که یکیش رو آقای منوچهر دوست خوبمون از بوستون و یکی آقای خسرو بهرامی از نیویورک پرسیدن، بفرمایید. سلام جناب سوربی، چون صدا دو تا من اینا رو بدون اینکه به تلویزیون نگاه کنم خدمتتون جواب میدم. اگه شما لطف کنید اجازه بدید لطف کنید صدای اون برنامه ها رو ببندید، بعدن صحبت بفرمایید. گفتم در مورد من فوق لیسانسم رو گرفتم و کارهای انجام گرفتن تز دکترا هم در دانشگاه بروکسل شروع کردم، آمدم به ایران. در اون زمان که ما آمدیم به ایران که حدود فکر کنم 50 سال پیشه، امروز نبود. در نتیجه اگه شما فوق لیسانس داشتید، همون موقع آقای رئیس دانا، آقای میرزا صالح، اینا همه درس میدادن چون کم داشتن. اون وقت استاد و دکترا و فلان و اینا در ایران اونقدر نبود که بخوان مذارن، یعنی کسی هم به من لطفی نکرد. بله خدا پدر شما رو بیامرزه، ممنونم که بودید امروز این سوال رو دادید جواب دادید، چون این آقای منوچه باور کنید یک ماه من با ایشون کلکل میکردم که آقا شما چه اصراری دارید، میگفتن نه سوال خصوصیه، میگفتن آقا اگه خصوصیه که خب به من و بیننده ها مربوط نیست، ولی این سوال عمومیه و خیلی هم خوبه. آقا ایشون میگه 50 سال پیش ما این همه دکتر نداشتیم که آقای رئیس دانا و فلان بیسار، تازه بنده خدا میگه تا پای تز دکترام هم رفته بودم. همینجا داشته باش آقای انصاری، این همشهری عزیز من آقای اکبر اکبری از آلمان مینسه، آقا جون امیر عباس فخرآور دیپلم هم نداره، در آمریکا شده استاد قانون اساسی. چرا؟ فخرآور دیپلم داره، رفته بوده رادیولوژی بخونه که اون برنامه ها پیش اومده و رادیولوژی فوق دیپلمه، یا اینجا بهش میگن اسوشیت دیگری. در هر صورت بعدم ناتموم ول کرده اومده اینجا. شما درست میگی، میگه این بابا داره شده استاد قانون اساسی در آمریکا. حالا آقا منوچه ایراد میگیره که شما که فوق لیسانس داشتی تا پای تز دکترا هم رفتی، چرا در ایران 50 سال پیش شدی به اصطلاح استاد دانشگاه. خیلی ممنونم از شما، بریم سراغ سوال دوم. جناب اجازه بدید یه اضافه بکنم. بفرمایید. در ضمن ما راست میگیم، به شکر خدا از کسی نمیترسیم. بله بله. نتیجه ما جواب همه رو دقیقاً میدیم. در اینکه اون زمان من وارد شدم و همه دو شاگردای منم از من بسیار راضی بودن. شما
من یکی از محبوب ترین استادای دانشگاه اون زمان بودم در ایران. من هنوز تا هنوز شاهدم بعضیا که شاگرد شما بودن برای من ایمیل میزنن و آدرس و به اصطلاح کانتکت تماس و اینا میخوان از شما با خبر بشن و همش تا اونجایی که من میدونم تا اونایی که با من تماس گرفتن از شما راضی هستن و میگن شما خیلی هم به دانشجوها کمک میکردید. حالا سوال دوم این است که ما زمین کسی را قطع نکردیم که ما رفتیم در اون زمان آمدن دولت تصریف کرد که شما اگر من 30 هکتار زمین داشته باشید میتونید شهرک سازی بکنید. ما رفتیم یه گروه ایتالیایی رو پیدا، اونا آمدن البته دنبال من و ما گروهی رو تشکیل دادیم، آرکیتکتش رو پیدا کردیم، همه کارا رو کردیم، رفتیم زمین رو خریدیم نه اینکه بگیریم. بعد رفتیم دونه دونه اجازه ها رو با مصیبت گرفتیم، از نظر قانونی نه به کسی رشوه دادیم، نه به کسی زور گفتیم، نه به کسی بد کردیم و اون شهرک چشمه رو ساختیم. بعدم انقلابیون آمدن گرفتن از ما و بعدم ما اون زمان ما خونه در تهران دونه 20,000 تومان، یعنی کل خونه با حیات و با نمیدونم همه چی که اصلا وجود نداشت، ما آمدیم این رو درست کردیم. ولی نه ما زمین کسی رو گرفتیم، نه به کسی ظلم کردیم، خب. نه قانونی رو شکستیم. حالا یه سوالی آقای انصاری، شما رشتتون چی بود فوق لیسانس و اینا؟ من اقتصاد بود. بعد از اینکه آمدن به من گفتن که شما دیگه در من رفتم در رفتیم یه روزی در دانشگاه ملی و خواستم در انتخابات همین حزب رستاخیز تقلب کنم، من یک تنه جلوی همه وایستادم. همینم همه داستاناش هست و گفتن. بله میدونم، من خوندم نوشتشم. بله و بعد اینها گزارش دادم به شاه که انصاری و دانشجویان آمدن و کانون حزب رستاخیز ملت ایران رو به هم ریخت. بعد از اون فرداش همین فرح خانم به من زنگ زد و گفت شما دیگه از دانشگاه بیا بیرون. ما آمدیم از دانشگاه بیرون، شروع کردیم به کار تجاری و کار تجاری حلال، کار تجاری قانونی. خب من میخواستم سوال کنم، فکر نمی کنید اون مهندسایی که اومدن دنبال شما به این دلیل اومدن دنبال شما که دیدن شما فامیل هستی و جزء دربار هستی کاراشون ساده تر میشه؟ خب 100% ولی این که گناه نیست که من که گناه نکردم که مثلا نزدیک بودم، ولی کار غیر قانونی نکردم، از کسی هیچ چیز غیر قانونی نخواستم. من مطمئنم که اگر من اون ارتباطات رو نداشتم اینا به تازه با مصیبت ما گرفتیم. این بله. آقای نیکوی که خدا بیامرزتش اون موقع شهردار بود، ما رفته بودیم نقشه های خود شهرداری رو گرفته بودیم، طبق نقشه های خود شهرداری نقشه رو کشیده بودیم، دائم میبردیم به شورای شهر و اینها بدون اینکه اصلا دلیلی باشه رشوه میخواستن و نمیدادن. ولی آقای نیکوی رفت شهرداری رو بحث کرد یا اجازه شون رو بدید یا استعفا بدید برید. اگه ما زور نداشتیم، یعنی اگه من اون ارتباطات رو نداشتم و آبروی همه جلوی شاه نمیرفت که دارن رشوه میخوان، ما رشوه ندادیم، ما قانون نشکستیم، این کار بدی کردیم. بسیار ممنون. محکم وایستادم جای این که مزر بیشتر طول کشید، بیشتر جنگیدم، ولی قانونی کار رو انجام دادم و به همین دلیل هم خورد به چیز دیگه، خورد بعد انقلاب و اینا. نه بله، بعد خورد به بعد انقلاب که ولی کسی نیومد بگه که شما زمین کسی رو گرفتید، شما اجازه ای رو بدون غیر قانونی گرفتید. چرا وقتی خانم مقدسی شهرستانی آمد بله چیز گفتش که بیایید به اینا رشوه بدید، که من اگه گفتن رشوه بده اون وقت بدید اصلا شکم طرف رو چی میگن، یعنی برام غیر از نظر اون چه که بهش معتقد بودم دادن و گرفتن رشوه رو گناه میدونم. بله خیلی ممنونم آقای انصاری. اگه بحث دیگه ای هم از زودم در راه حق استفاده کردم نه در راه ناحق. بله خیلی ممنون، خوشحالم که بودید امروز پاسخ دادید به این دوتا سوالی که اتفاقا همین دوتا اصرار که ما میخوایم با خودش تو برنامه باشیم. گفتم آقا با خودشون تماس بگیری، شما که نمیتونی بگی سوربی منو دعوت کن میخوام برم خونه فلانی، خب برو خونه فلانی با خودش تماس بگیر. ممنونم که این دوتا رو پاسخ دادید، مرسی. نه درزم کنم ما وقتی راست میگیم مشکل نداریم، خدا رو شو. بله خیلی ممنون. آره میگن اونایی که راست میگن غیر قانونی میکنن و اینایی دروغ میگن و اینایی که تهمت میزنن مشکل دارن. بله بسیار ممنونم آقای انصاری. خواهش میکنم آخر هفته خوبی داشته باشید. ممنونم که تماس گرفتید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، اینم پاسخ آقای احمدعلی مسعود انصاری و خیلی خوشحالم که این معضل بالاخره به این سادگی حل شد. ببین آقای منوچهر خان وقتی که میگه آمریکایی‌ها میگن take it easy، خود ما داریم سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر، یعنی بابا آسون بگی. خوشحال شو که فلانی داره میاد، بگو آقا اینم سوال من، اگه من سوال نپرسیدم بگو آقا این یک کاسه زیر نیم کاسش، اگه پرسیدم اون جواب نداد بگو آقا این یک بلایی نمیدونم فلان. خلاصه دوستان یادتون باشه اگر باج داده بود این بنده خدا، خونه هاش زودتر ساخته میشد، خونه هاش زودتر فروخته میشد، با دلارای 7 تومانی میتونست بیاد خارج. آقای انصاری خونه پدریش هم مصادره کردن، هنوز که هنوزه خونه رو بهشون ندادن، نتونسته بگیره ازشون از دولت و فلان. اینم از این ماجرا. خب الحمدلله که ما مشکلات ایران رو داریم حل میکنیم، مشکلات آمریکا رو حل میکنیم. اجازه بدید بریم یه چند دقیقه به خواستم بگم ایرلند، به رود آیلند زیبا و با خانم فری شوبیری چند دقیقه صحبت کنیم. من هم این شماره تلفن رو اینجا به شما نشون میدم و اگر شما هم در این رابطه سوالی داشتید دیگه با خودشون تماس بگیرید، با من تماس نگیرید بگید ایشون که گفت نمیدونم اینجوری اونجوریه، با خودشون. اصلا برنامه ها وقتی یه نفر میارن بعد اینجوریه که به اصطلاح شما آشنا بشین با اینا و خودتون با هم صحبت کنین. بریم رود آیلند، شماره تلفن ایشون هم من توی برنامه میگم، چون گفتن هر کسی مایله اون بیزینسی رو که ایشون و همسرش دارن جینیز هوکا لاونج در رود آیلند نیوپورت داشته باشن با خودشون تماس بگیرن. شماره تلفنشون هست 203-545-31-66. ببینیم که هستن. Voice mailbox of Dr. واو، اشتباهی گرفتم. شما هم از این اشتباه ها انجام میدید؟ ببینم چه شماره ای رو گرفتم. این تلفن ما هم وقتی میخواد خط بیرون خارج چیز کنه 203-545-31-66 نکنه اون وقت حالا ما این شماره رو اشتباهی تبلیغ میکنیم. خانم شوبری سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم، برنامه زنده با شما هستیم. اگر لطف کنید چند دقیقه درباره هوکا جینی لاونج و اون ماجرایی که یکی از دوستان راجع به اجازه یا لایسنس غذا درست کردن و غذا پختن که شما توضیح دادید ما لایسنس که داریم هیچی، لایسنس فوق‌العاده داریم و حتی میتونیم بیرون هم به اصطلاح این گریل و اینا رو داشته باشیم. من ساکت میشم، شما چند دقیقه هر جوری که خواستید برای دوستان بیننده و شنونده توضیح بدید. بفرمایید. خواهش میکنم با درود به شما و بینندگان و شنوندگانتون. نه میخواستم بگم که من یه اجازه بیرون و پخت و پز و گریل کردن توی قسمت گازیومون اونو من تازه گرفتم که خب این خودش یه پوینت پلاس پوینت واسه یه جنیس، برای اینکه اونجا خیلی سخت میگیرند که بخوان این اجازه رو بدن به رستوران ها که حتی بیرون بشینن یا اینکه کوک بکنن. تنها جایی که ما داریم یه جایی هست که کوک میکنن آتساید، برای همینه که این خب خیلی یه ویکتوری درو خوبیه برای جینیز که منم میخوام استارت بکنم از هفته دیگه، این هفته که میاد، نه هفته بعد از 4th of July که شروع کنیم برای گریل کردن، چون مردم میان رد میشن اونجا، خیلی ترافیک زیاده، میرن بیچ، میرن برای قصر دیدن قصر، بعد تنیس هال آف فیم هست اونجا، خیلی خیلی نزدیکه، یعنی با قدم زدن 5 دقیقه 10 دقیقه تا دانتان نیوپورت، بعد خب این همه اینا هست. و
فقط یه مسئله که هست، یه خواهشی که دارم، اگر دوستان کسی علاقه من هست که برای این بیزینس، که واقعا یه بیزینسیه که میگم مثل یه جواهر توی نیوپورت، برای اینکه هیچ جا مثل جینیز نیست، اولا که خیلی کالچراله اونجا، اصلا قبل از اینکه من جینیز رو باز کنم خیلی دور بودن از کالچر، فقط بار و رستوران و بیشترش آیرش بود، ولی الان که تو این 7 سال خورده ای که من اونجا هستم دیگه فهمیدن که کالچرهای دیگه هم هست و چقدر کالچر زیبایی پرژن کالچر. فقط میخواستم بگم یه آقایی از بیننده های شما زنگ زدن که خیلی هم اصرار داشتن که ما اونجا لایسنس بیگ شورینگ لایسنس رو که برای فوده برای قدوست ما نداریم، چرا ما اونو داریم؟ نه تنها اونو داریم، لایسنس های دیگر هم داریم برای فروش انواع اقسام، همونجوری که دفعه قبل که با هم صحبت کردیم من اینو گفتم، برای فروش انواع تبکو، هر چیزی که برای اسموکینگه، منتها تو خود لانج فقط تنها چیزی که میشه اسموک کرد توکا هستش، ولی ما اجازه فروش رو داریم. ما لایسنس کیترینگ رو داریم که میتونیم هم حکامون رو کیتر کنیم برای مهمونی ها، جشن ها، عروسی ها و همینجور غذا رو و خیلی چیزای دیگر رو. ولی این آقا خیلی اصرار داشتن که من اینو ندارم. بعد ایشون زنگ زدن به من، با هم صحبت کردیم، گفتن که برای یک از دوستامو میخوام. بعد خیلی گفتن که این آقا از دوستان هست و اونجا اومده، اونجا رو هم دیده. واقعا آیم ویلی ساری، متاسفم که بعضی چقدر بیکارن. ایشون خیلی اصرار داشت که این آقا اونجا حتی اومده درس خونده، تو همون رودایلن رفتن ایشون درس خوندن، اومدن لانج دیدن، رفتن نگاه کردن دیدن که ما لایسنس نداریم. نمیدونم، من بالاخره اسم اون آقا رو گرفتم و باهاشون صحبت کردم. ایشون اصلا گفت من تا حالا پامم نذاشتم رودایلند، اصلا من اونجا درس نخوندم. نمیدونم، خواهش میکنم نه وقت خودتون رو تلف کنین نه وقت آقای سوربی رو. اگر که دوست دارین، دوستان عزیزی که دوست دارن، واقعا بیزینس خوبیه، شما میتونید روز هم باز باشین. ما فقط عصر باز بودیم از ساعت 6 به بعد. اگر روز هم باز باشین با این اجازه که من الان گرفتم، بیرون هم شما میتونین غذا درست کنین، حتی میتونید زمستون باز باشین، ایزی میتونین این دور این قسمت گازیبو رو با این پلاستیک های خیلی کلوفت هست اونو بپوشونین. همینجور که یه رستوران ایتالیایی بغل دست ما هست که همین کارو کرده، از این بخاری های خیلی اترکتیو گازی، اونا رو هم بذارین و بیرون، یعنی واقعا فوق‌العاده پول خوبی میتونین درست کنین. به اضافه اینکه یه بیزنس تک هست، هیچ کسی اونجا همون جور که قبلا هم گفتم بوکالاج نداره و نخواهد داشت، چون این اجازه رو به کسی دیگه نخواهند داد. دیگه من در خدمتتون هستم، تلفنم که 203-545-3166. هر سوالی که داشتین در خدمتتون هستم، به من زنگ بزنین که من جواب بدم. بسیار ممنون. اگر هم دوست داشته که تشریف بیارین از نزدیک لانجو ببینین. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، اگر مایل بودید که به اصطلاح بیزینس خودتون رو داشته باشید و در این منطقه بسیار زیبا در شرق آمریکا بالا، که اونجا انقدر خوبه که همه این پولدارا و اینا رفتن اونجا قصر درست کردن، و وقتی ما میگیم قصر، منظورمون خونه های بزرگ نیست، منظورمون قصر هست. چند تا قصر اونجاست؟ خیلی، اونجا ماربل هاوس هست، 1, 2, 3, 4, 7, 8 قصر هست. من اون بلیتی که خرید، بله بله، فوق العاده زیبان، همشون هم همونجوری که گفتید مال پولدارای امریکا بوده و مال وندربلت و آدم های مثل ایشان که اینجا درست کرده بودن فقط برای سامر وکیشنشون. بله، بسیار عالی. اگه دوستان مایل باشید با این شماره تلفنی که روی صفحه هم میبینید، 203-545-3166، با خانم فری شوبری تماس بگیرید. اگه یه وقتم به اصطلاح زنگ زدید جواب ندادن، مشغول بودن، مسیج بذارید، اسمتونو بگید، شماره تلفن بذارید، ایشون باهاتون تماس میگیره. من ممنونم که با ما بودید، امیدوارم به اصطلاح تابستون خوبی داشته باشیم، امیدوارم شما رو ببینیم حالا یا اینجا یا اونجا. ممنونم از شما. بسیار
خیلی ممنون به آقای لطفی هم همسر عزیزتون ممنونم. سلام برسونید. ممنون متشکرم. ایشون سلام دارن. خیلی ممنون. قربان شما. خدا نگهدارت. خدافظ. دوستان عزیز با خانم فری شوبیری بودیم که ایشون این هوکا لاونج اجازه بدید من صفحه فیسبوکشم بهتون نشون بدم. جینیز هوکا لاونج. جینیز اسمش هست. هوکا لاونج هم اینجا به همین برنامه هایی که برای به اصطلاح قلیون و نشستن و ساعتی رو با دوستان گذروندن و از فکر سیاست و اخبار بد و اینا بیان بیرون یه جای مناسبیه، ولی اولین شرطش اینه که شما مردم رو دوست داشته باشید. بهتون گفتم سالها پیش وقتی ما آمدیم اینجا یه آقایی یه بقالی سوپرمارکتی باز کرده بود، ولی این وقتی میرفتی انگار می‌خواستی جونشو بگیری. خب همون احساس رو هم مشتری داشت که وقتی میرفت اونجا میدید راحت نیست. حالا این مثلا خاربار ساسان، شما وقت میری داخل فوری یه چای بهت میده، والا بلا هیچ ایرانی برای یه چایی نمرده، ولی این چایی رو میده، شیرینی میذاره جلویت، اصلا شما فکر کنی رفتی خونه عمود، رفتی خونه دایی، رفتی خونه فامیلتون. در صورت اینم این ماجرا هست، هوکا جینیز هوکا لاونج. یه بار دیگه بهتون نشون میدم، روی فیسبوک هم هستن، شماره تلفنشون هم نشون دادیم، گفتیم، صحبت کردیم. اگرم یه وقت مشکلی داشتید با ما تماس بگیرید، صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم که خانم دکتر بهیه جیلانی هم از پاریس بیننده برنامه هستن و وقتی که من اون ویدیوی امید دانا رو برای ایشون هم فرستادم بهتون گفتم این امید دانا یه آدم نچسبیه. حالا خود منم خیلی از من بدشون میاد، ولی همونی هم که بدش میاد گاهی وقتی میگه آقا تو آدم خوبی هستی، ولی این امید دانا اصلا ذاتش خرابه، یه بچه سوسول لوس نونور. بعدم از وقتی اومده اینجا تو 3-4 سال گذشته 3-4 بار عوض شده. ما میگیم عوض شدن بد نیست، ولی دیگه اینجوری الان قربون صدقه سردار قاسمی و قربون صدقه سپاه پاسداران رفتن اینا، یه جای این کار یه اشکال بزرگی داره. حالا نمیدونم، لابد بعدن فردا میاد فوش میده امید دانا، میگه آقا اون موقع که من التماس میکردم به اینا و تعریفشون میکردم مثلا بابام رو گرفت بودن زندانی بوده. نمیدونم چی شده که این اینجوری عوض شده. من میدونم تغییرش از نادانی طرفدار رضا پهلوی بودن به دانایی و الان فهمیده رضا پهلوی مرد عمل نیست، خب این زمان گرفته، 3-4 سال هی تماس گرفته، وقت گذاشته، بعد دیده وقتش رو تلف میکنه، همونجوری که من بودم دیگران بودن، این برای همه اوکیه. ولی یه دفعه بیاد قربون صدقه سپاه پاسداران بره که اگه سپاه پاسداران نبود اینجور اونجور، این یه مقدار عجیبه و تو ذوق همه میزنه. ولی خانم جیلان، نظر شما راجع به این جریانات اخیر چیه؟ آیا شما هم مثل آقای زرابی باور دارید که این انقلاب مثل انقلاب فرانسه باید کشته ها بده، باید نمیدونم 150 سال بدبختی بکشن، یا اینکه باور دارید چون 40 سال قبل کسی نبود که به مردم بگه همه سوالا را الان بپرسید، هی نگید ما بریم بریزیم پایین فردا میشه سوریه، برای یه لیوان آب، برای یه سطل آب باید بری را بری بیای، وقتی را میری معلوم نیست زنده برگردی، خانمه از خونش باید بره بیاد، وقتی میره معلوم نیست کسی بهش تجاوز میکنه یا نه، همونی که تا دیروز همسایش بوده، همونی که فامیلشه، الان مثل دشمن روبروی هم هستن. اینم از این ماجرا. خب بریم ببینیم که نخه 400 سال گذشت از انقلاب فرانسه. حالا 400 سال که تا امروز که کشت و کشتار و اینا نبوده که، بالاخره شما بیان بیشتر توضیح بدید. برای اینکه با آقای زاهدی و مخالفین این چنانی رفتار میکند، قاطی کرده. خانم جیلانی میگه این امید دانا قاطی کرده. بله اینا وقتی خیلی با سرعت پیش میرن، خب اون شعری که میگه فواره چون بلند شود سرنگون شود، اینا یادشون نیست، اینا میان یه دفعه میبینی میگیره بالا، یه دفعه هیچ که امید دانا نمیشناسن، یه دفعه امید دانا دانا دانا، وقتی میره اون بالا با سر میاد پایین. حالا ماها مثل جریان برق ساده اومدیم اینجا، همینجوری داریم میریم جلو و نمیدونم، شاید هم اینم
قدم در راهی که گذاشته به اصطلاح یه سری اشتباه کرده که امروز به جایی رسیده که شاید خودش هم نتونه درستش کنه. خب I'm listening to your Wednesday show for the fourth time. It is Hyde Park. من گفتم هایدل پارک in London. این چمنارا هم معلومه این اسکل میگن تو ایران، چی میگن الان جدید شده به جای اون کلمه که شما نوشتی، کرخرا همه رو لقب دکتر یا استاد میدهن. اخیراً دیدم به فخرآور لقب استاد دادن. بله اب نداره دیگه. گفت که در کارگاه روز این گفت که بعد گفت در کار خود هنوز استاد نیم. و یا اون شعری که میگه ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل، اینا در باره همه اینها صدق میکنه. و من بارها تو برنامه هم دیدین یه نفر مینیسه استاد، میگم آقا تو رو خدا به من نگو استاد، چون وقتی بگی استاد استاد هی ما رو باد میکنی، ما باورمون میشه استاد. آقا استاد بادیه، یه مقامی که رسیدی لقب استادی بهت بدن. مثل این که مثلا بالای دیپلم میشه فوق دیپلم، بالای فوق دیپلم میشه لیسانس، بالای لیسانس میشه فوق لیسانس، بالای فوق لیسانس میشه پی اچ دی یا دکترا. این باید یه رتبه ای داشته باشه. به قول ایشون هر کرخری اومد که نمیشه بهش بگیم استاد، استاد فلانی، استاد فلانی. میگم ایشون استاد در چه رشته ایه؟ این لقب استادی رو از کجا گرفته؟ این استاد توی آمریکا، توی ایران هم میگفتن، میگفتن کرسی داره، مثلا تو فلان دانشگاه، اینجا میگن اسکالر، کرسی داره. حالا یعنی تازه خیلی که استاد شدی، به جایی که بری بالا بشینی با بشینی رو کرسی. اون منظورشون کرسی یعنی یه جایگاه و جای مخصوصی برای درس دادن و برای مشکلات دیگران را حل کردن. ولی دوستان دست برداریم از این استاد، از این چیز. آقا خانم، آقا خانم. آمریکا پاسخگوی سیاست‌های مخرب، غلط و ویران کننده خود باشد. قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه. آقای خوشنودی، خانم فری عزیز، دیروز توی آمریکا 600 نفر رو بازداشت کردن. یه سری آدم که اومدن گفتن بابا کجای دین شما، کجای قانون اساسی آمریکا نوشته وقتی یکی میاد اینجا بچه رو از پدر و مادر جدا کنی؟ کجا نوشته؟ شارلاتان ترامپ نادان یه پالیسی رو میگه این قانونه، در صورتی که قانون نبود. قانون با پالیسی فرق میکنه. حالا با پالیسی رو به شیرازی به ایرانی چی بگیم من نمیدونم. در صورت ساعت 3 شد، من یه قراری دارم با آقای امیر حسین لادن، ولی بنده خدا براش یه مشکلی پیش آمد. ایشون گفت من اگر نتونم برسم به شما خبر میدم. بله آقای اکبر اکبری میگه امید دانا از روز اول هم هوادار رضا پهلوی نبود، ایشان به اصطلاح خودش با نقشه پیش آمد. نه عزیز من، یه حرفا چیه؟ شما دیر شناختیش. روزایی که ایشون خری بود که لنگه نداشت، اون موقع من باش کلکل میکردم، من فوشیشو میخوردم. بعدن که یکم آدم شد شما ویدیوهاشو دیدی و انقدر از طرفدار بودن رضا پهلوی خجالت میکشه که حتی امروز مجبور عنوان نکنه و یه چیز دیگه بگه. بذارید ببینیم که آقای لادن دو تا فیسبوک داره. یه فیسبوک داره که با به اصطلاح همه مثل که برای کنفرانس های برنامه هاشون میذارن. آها اینو که عکسشون هست من معمولا تماس میگیرم ببینیم هستند. اگر هستند ببینیم اوضاع و احوال ایران رو چجوری میبینن. و نه خیر نیستن، برای من نوشتن که ممکنه نرسم به ساعت 3 و البته گفته بودن به شما خبر میدم. شاید هم حالا ایمیلی چیزی فرستادن، من هنوز باز نکردم و ببینیم که اگر نشد یا دوشنبه یا جمعه آینده. و امیدوارم اون مشکلی که برای ایشون پیش آمده به اصطلاح به سادگی حل بشه. دوستان شما هم با این کامپیوترها و اینا این مشکلا رو داری؟ یادم خانم لیلا ازش خون بگم امینی، لیلا میلانی اون روز گفت که کامپیوتر من حالا یه جوری شده میتونم کامنت بذارم.
الان فیسبوک با فایرفاکس دعواشونه. فایرفاکس نمیذاره کامنت بذاری، نمیذاره پست کنی، نمیذاره چی کنی، برای که خود فایرفاکس داره یه چیزی مثل فیسبوک را میندازه. ولی ماها چه گناهی کردیم که اسیر دست دو سه تا بچه 30 ساله و 40 ساله، وقتی میشه 60 ساله 30 ساله و 40 ساله بچه هستن. در هر صورت ما واقعا این وسط گیر افتادیم و نمیدونم وقتی که همه ما اسیر دست اینترنت اکسپلورر بودیم و با صد رحمت به شرف این بیل گیت، دیگه این پدر سوخته ها واقعا قوغا کردن از بدی و اینها. ببینم که نه اصلا نشون میده که یه بار دیگه تماس میگیرم آقای لادن. اتفاقا دوستانم سوال کرده بودن که آقا ایشون درباره شاه گفته، درباره مصدق گفته، درباره خمینی گفته و الان چی میگن. نیستن، برای من نوشتن که ممکنه نتونن و نرسن. امیدواریم که این مشکلی که پیش آمده به خیر بگذره. و this message has been removed، اینم این. ما هرچی به دوستان میگیم از اسکایپ برای فرستادن پیام و برنامه و اینا با ما تماس نگیرین، ولی دیگه عادت شده. خب من ببینم اینجا براتون چی گذاشتم. علی مرزوقی گفتم برو توی صفحهش و یه چیزی رو نشون بده. ببینیم آقای علی مرزوقی یا مرزوقی این چی بوده. کاش که اون یاد داشترم نوشته بودم، نوشتم ترامپ. خیلی جالبه، من گفتم که برو اونجا یه چیزی رو نشون بده راجع به ترامپ، ولی حالا که میام اینجا ببینید که چی هست. خب اینم فرقی نداره، میدونی که تو آمریکا ترامپ رو به خاطر موهاش و چک پوز زردش و اینا میگن اوران اوتانه، که اون میمون به اصطلاح زرد رنگ میگن مثل اونه، و به خاطر اینم رفت سو کنه بیل مار رو. بعضیا بیل ماهر هم میگن، ولی بیل مار خودش میگه و نشو. آها اینو میخواستم نشون بدم. میدونید که مجله تایم این عقده‌ای شارلاتان ترامپ حتی بارها رفته بوده قلابی عکس خودش رو روزنامه‌های مختلف، اون موقع که مثلا حالا فتوشاپ نبوده، درست کرده بوده، قابش هم زده بوده توی آفیسش. شما ببینید یه نفر چقدر باید واقعا خودشیفته باشه، چقدر باید چی به خدایا چی بگم که بره عکس خودش رو بذاره روی مجله قلابی، اون وقت بیاره بذاره تو آفیسش، مردم که میان بگن عکس ترامپ روی مجله تایم بوده. و این احمق نمیدونه آقا عکس خمینی هم رو تایم بوده، عکس هیتلر هم رو تایم بوده، عکس مصدق هم رو تایم بوده، عکس چرچیل هم رو تایم بوده. آدمای خوب بودن، آدمای بد و جانی هم بودن. حالا این یه عکسی گذاشته بودن که بعد نشون میداد اون دختری که از مادرش جدا کردن، البته بعد گفتن بابا این مادرها داشتن تفتیش میکردن، ولی این عکس به خصوص اینها جدا نشدن از مادر اینها، ولی مجله تایم یه اشتباهی کرده بود عکس ترامپ رو گذاشته بود با این دختر که ترامپ نگاهش به بچه های دنیا اینجوریه. و بعد دیدم که آقای استیون کولبر که کمدین هست شب آمده بود این عکس رو تبدیل کرد به یک ویدیویی به این صورت. هیاهو هیاهو هیاهو، میبینید یا بزرگترش کنم براتون؟ اجازه بدین. هیاهو هیاهو هیاهو، بله اینم برای طنز و شوخی، چون این شارلاتان انقدر احمقه که خودشو در انداخته با کمدینا. کمدینه میگه آقا کار ما مسخره کردن این و اونه و مردم بخندن و ما پول در بیاریم، کار تو گرداندن دولته. اولا به جای گرداندن دولت و کارهای مردم که الان هنوز داره تبلیغ میکنه برای این و اونو برای سال 2020 خودش، تازه وقتی هم میره مثلا برای فلان گاورنر، برای فلان نماینده، برای فلان سناتور، طرف از کرده خودش پشیمون میشه، چون همش راجع به خودش صحبت میکنه. و یکی پس از دیگری چیزایی که میگه مسخره، عوضی، اشتباه، دروغ، دروغ پشت دروغ، بیش از 3000 تا دروغ گفته.
توی یک سال و نیمی که این رئیس جمهوره بیش از 3000 تا دروغ گفت. و من تعجب میکنم باز دوستان میگن آقا حالا ولش کنید، میگه ما گرفتیمش، اوکی ولش کن. بله این یکی بوده. بذارید من این خط بزنم، کوروش زرابی که راجع بهش گفتم یه چند تا پیام گذاشته، وقتی ازش سوال کردم که میتونم اینا رو پخش کنم گفت نه چون خیلی عصبانی بودم پخش نکن. خب کوروش جان، آقای زرابی شما سعی کن. یه نفر من براش کار کرده بودم پولمو نداده بود، بعد برای من زنگ زد من تلفن جواب ندادم، بعد مسیج گذاشت که سوربی به من زنگ بزن میخوام باهات صحبت کنم، من یه هفته باهاش زنگ نزدم. بعدم برای من یه روز تکس فرستاد خیلی نگران شدم میخوام ببینم حالت خوبه، گفتم من یاد گرفتم وقتی عصبانی هستم به کسی زنگ نزنم. حالا دوستان میگن خب آقا وقتی عصبانی هستی برنامه هم نذار. و بعد گفت که من ساری متاسفم اینجوری شده و فلان شده و اینا. حالا ببینیم واقعا راست میگه یا اونم دروغ میگه. در هر صورت حالا چی بود و کجا بود نمیدونیم، ولی ببینیم آقای مجید خوشنودی اینجا چی گذاشته. بله هندوستان این همه ادیان مختلف، حالا ما اینو کم داشتیم که یه عقب افتادهی بیاد بگه این یه دینی به نام دین پرزیدنت ترامپ، و ببینید این احمق چه کار کرده، اومده شراین. شراین تو ایرانی چی میگیم؟ مثل وقتی یک شهید میشد سر اون کوچه برش چی میبستن میگفتن؟ خدایا همه این چیزها یادمون رفتا. بذارید ببینیم، هجله، نه هجله رو میدونم برای اینا که، ولی یه چیز دیگه بهش میگن مثل سقا خونه و اینا هستا. اجازه بدیم من اینم ببینیم با هم، ببینیم این دیوانه. This 31 year old man from جانگان نمیدونم ایندیا worships President Donald Trump as God. ورشیپ یعنی ستایش کردن. میگه که این آقای 31 ساله دونالد ترامپ رو ستایش میکنه به عنوان خدا. یادمه یکی دیگه اومده بود بچه‌شو اسمش رو گذاشته بود ترامپ که خانواده‌اش باهاش هجله میگفتن برای پسران مجرد. اون دوستمون میگه تکیه آقای عظیمی یا خانم عظیمی تی سی اوریجینال هجله هم نه یه چیز دیگه باز داریم، یه چیز دیگه باز داریم. اکبری هم همینو میگه شراین. خدایا در هر صورت دیگه خود همین ببین، یکی از چیزهایی که میگم زبان باید پویا باشه و باز همینه که من اینجا میگم شراین، شما اونجا میفهمی که سوربی منظورش اینه که این آقا سقف خونه درست کرده، دم خونهش نمیدونم هجله بسته نمیدونم. در هر صورت دوستان خودتون رو محدود نکنید، وقتی یک کلمه ای رو میگید یه نفر نمیفهمه یه توضیح دیگه بگید. براتون یه داستان جالبی بگم، این نوه ما فعلا ماشاءالله اون دختره 2 سالش تموم شد، پسر پسرمونم که 2-3 ماهش، و این چون 2-3 تا زبان مختلف رو داره با هم یاد میگیره، وقتی یه چیزی به من میگه یا وقتی یه چیزی تو مدرسه میگه میبینه اونا متوجه نمیشن جمله رو عوض میکنه. و دوستان نترسید، بذارید بچه هاتون 3 تا 4 تا 5 تا زبان مختلف صحبت کنن، یکی از اونها هم بذارید چاینیز باشه. اگه تو آمریکا تو کالیفرنیا و تگزاس اینا هستید یکی از اونها اسپانیش باشه. در هر صورت سقاخانه نیست، تخت زده میگن، تفت زده میگن. در هر صورت مرسی، هر جا یه چیزی میگفتن ببینیم این چهان آقا چه کار میکنه. بله اینم فکر کنم گفت کنم
بله، خانواده و دوست و فامیل و همبهی ها و اینا میگن آقا تو دیوونه هستی و کم کم هیچ کی باهاش صحبت نمیکنه، میگه نه دیگه من خدا رو پیدا کردم و کاری به اونا ندارم، فعلا به این خدا، خدا رو هم میبینی بغل کرده. این هندی ها خدا کم داشتن، دین های مختلف کم داشتن، گاوپرستی، موشپرستی اینا کم بود که ترامپ هم جزو حیوانات باغ وحششون شد. بفرمایید. بله میگه با وجودی که اعتراض میکنن و اینا، ولی این برنامه داره که پیش بره و یه چند تام فعلا طرفدار پیدا کرده. خب بالاخره انیشتین گفته، البته میگن اینو انیشتین نگفته و چسبوندن بهش که برای حماقت هیچ حد و مرزی نیست. من یه دوستی داشتم تو آلمان، اون موقعی که ما یه دو سالی معطل بودیم که به اصطلاح بیایم اینجا و اینا، گاهی وقتی خب خرید فروش میکردیم، چی میخریدیم چی میفروختیم که بلکه امورمون بگذره، و به من میگه، همشهریم بود آقای جواد گلچین، از کسی از خبر داره تو کالیفرنیا، این میگفت که سوربی بخر نترس. بعض وقت آدم یه چیزی میخواست بخره میگه حالا من این نخرم سنگینه، یه سینی نمیدونم مال اسوان اینا، میگفت که بخر، درسته تو امروز خر میشی میخری، ولی یه کسی هم فردا خر میشه از تو میخره. اینم ماجرا اینه، بالاخره یکی چی میکنه. و این عظیمی تیسی اوریجیناله برای ما توضیح بنویسید یعنی چی. فیسبوک دوستان یعنی این که وقتی میزنید سوربی، آقای احمد آفرینی از یک کشوری از اروپا میزنه سوربی، میبینه مثلا 3 تا سوربیه، بعد میگه نه من با کمال تو تهران کم کلاس نبودم، با این سوربی دوست بودم. هم فیس هم اسم باید باشه. عظیمی تیسی اوریجینال، حالا راحت سیتیزن آمریکا میشه، ممکنه، ولی نمیدونم. هجله تاق نصرت زری، بله بله زری درسته، زری نه مقبره برای اونایی که میمردن، قبر مقبره، ولی زری برای اماما هم درست میکنن، زری درسته، باریکل منظور من زری بود، اگه چیزای دیگه هم درسته ولی منظور من زری بود. و خیلی ممنونم که حالا این پتیک میگه فیسبوک رو ول کن، ولی فیسبوک خیلی خوبه چون ریل تایم با دوستان در تماسی. مثلا اون دفعه آقای اکبر اکبری گفت که من وقتی برنامه شما هست اصلا احساس میکنم اونجا هستم، توی جمع هستم. البته میخواستم میگم خب اگه اینجا هستی چرا بعض وقتا دربری میگی، میخوای کتک بخوری، میخوای یه لیوانی چیزی پرت کنن به طرفت. خب Dear Mr. Sorby, I'm watching your Wednesday program and would like to thank you for deciding the current political situation and more importantly taking layers بله بله. یکی از دوستان از کانادا او راجع به این کتاب از آلاشت تا آفریقا براتون بگم. ما یکی از دوستانی که این بنده خدا خودش بیننده ما هست و به پسرش گفته بود که با سوربی تماس بگیر و بگو کتاب آقای انصاری و کتاب آقای اردلان، امیر حسین اردلان، کتاب خدا سالاری و درماندگی و کتاب ناگفته های از تاریخ رو برای من چجوری تهیه کنم. و ما وقتی صحبت میکردیم اینا، بعد گفتم که این دوستمون گفت که خب به خاطر زحمتی که شما میکشی نگاه کن، اون دوستی که میگه آقا شما گفتی مجانی، گفت این دوتا کتاب، گفتم دوتا 20 دلار که ما 10 دلارش بدیم پست، گفت آقا من 100 دلار میدم، گفتم حالا که شما 100 دلار میدی منم 4 تا کتاب میفرستم. کتابا رو گذاشتم برم پست کنم، گفتم نکنه من این دوتا رو که گفته خب میدونم نداره، ولی این دوتای دیگری که من به سلیقه خودم گذاشتم و یکیش فرخی یزدی بود و یکی دیگه، نکنه بفرستم بعد این بنده خدا بگه من اینا رو داشتم. گفتم صبر میکنم، کتابا رو عکسش رو میگیرم نشون میدم، بعد به این دوستم میگم به پدرت بگو کدوم یکی از اینا رو میخواد، من دوتای دیگه با این دوتا میفرستم. ما آمدیم نشون دادیم و صحبت کردیم و نقل این کتاب، یکی از دوستان از کالیفرنیا گفت من این کتابو میخوام، شما گفتی 50 دلار، گفتیم بله، گفت من پست مانی اوردر میفرستم، گفتیم کتاب مال شما. عکساره که فرستادیم، این دوستمون گفت من هفته آینده میرم پهلو پدرم، و آفرین به این دوست، آفرین به برادرش، آفرین به پدرش که همچین بچه‌هایی داره، و
چون بعضی ها اینجا زنگ میزنن میگن آقای سوری ما تلاش کردیم بچه هامون فرستادیم این ورانور دنیا درس بخونن، نمیدونم زنگ گرفته به خاطر زنه دیگه به ما محل نمیذاره، یا اصلا زن تو سرش بخوره خودش دیگه به ما محل نمیذاره فلان اینا. گفتم من از این آشغالا زیاد دیدم. و دو روز دیگه این دوستمون حسین آقا تماس گرفت که من آقا ایمیلو فرستادم داداشم اونجاست پهلو بابام، بابام گفته این کتابو میخوام. گفتم متاسفم من دیروز این کتابو یکی از دوستان گفته گذاشتم برای اون و اینو شما داشته باشید، حالا به جاش چی میخواین اینا؟ گفت شما هر کتاب خواستی ولی یکیش فرخی یزدی. گفتم فرخی یزدی باور کن من گذاشته بودم و دو تا کتاب، اینام کتابای آقای پتیکه که بازم ازش تشکر میکنم، من برات میفرستم. کتاب مصدق دو جلد، جلد یک و اینها، و به جای 4 تا حالا 5 تا کتاب میفرستم. و ایشون گفت خب پس من پول پستشو بدم. گفتم آقا هر چی خواستی شما حمایت کن، حالا میگم که این حمایت ها و پول کتاب ها رو ما چیکار کنم. وقتی یه بار معلمی دیگه همیشه دوست داری معلم باشی، چون اون عشق ذوق یاد دادن رو مزهش رو چشیدی. مثل این معتادا هست، بدبختا میخوان اعتیاد ول کنن نمیتونن. من گاهی وقتا در رابطه با معلمی اینو میفهمم، معلمی که پس از مرگشم به فکر دانشجوها بوده. چند روز پیش اینجا یک خانم معلمی فوت شده و چون سرطان داشته و اینها وصیت کرده که وقتی من میمیرم تو کلیسا و سر خاک و اینها برای من گل نیاری، هر کی میخواد برای من گل بیاره به جاش این بکپک هست، کوله پشتی، کیفای کوله پشتی بچه‌های مدرسه، از اینا بیاره توشم برای اینا مداد دفتر اینا بذاره. بله دوستان، تو همین آمریکا کپیتالیسم شماره یک پولدارترین، معلم‌ها از حقوقشون باید برای بچه‌ها کتاب و خودکار و این چیزا بخرن. درسته میگن روزی یه سیب براشون میبرن و اینها، ولی سال هاست که معلم‌ها از حقوق خودشون برای بچه‌ها خریداری میکنن و نمیاد بگه آقا دولت مگه تو نداری بیا خرج ما کن. اگه اینا منتظر دولت شده بودن مثل من و شما عقب افتاده میشدیم، که آقای امید دانا میگه آقا ما هممون عقب افتاده هستیم و میخوایم راجع به همه چی هم نظر بدیم. شما همین منو نگاه کن اینجا، از پشکل تا بمب اتم رو براتون میشکافم، هر کدومش منفجر شد منفجر شد، هر کدومش هم نشد خودمون میخوریم. خب ما در حال پشکل نشخوار کردن هستیم از صبح تا شب. بله این خانم معلم وصیت کرده که هر کی میاد حالا مراسم به اصطلاح روبینی میگن یا چی میگن که جنازه رو میذارن اونجا، دوستان میان نگاه میکنن، حالا بعدش همون موقع خاکش میکنن یا فردا به خاک میسپرن. وقتی این بود عکس کلیسا رو حالا من اگه بتونم نشون میدم که به جای گل این کیفای مدرسه. من اینو که تو رادیو گفتم اشکم همینجوری در اومده بود و مام اشک اون دم وشکمونه. نگاه نکنید این صدای کلفت و گاهی وقتی هم به دوستان هم میپریم، ما یه دلی داریم ای مردشور این دلمون نبر، خیلی نازک و نارنجی، نازک نارنجی. خلاصه اشکمون در اومد. بعد اومدیم با این پتیک، پتیک هم معلم زاده است و اینها، صحبت میکردیم گفتیم اینجوریه و معلم ها بعد از مرگشون هم باز زنده هستن، بعد از مرگشون هم کمک میکنن به دانش آموزان. ما تا اینو گفتیم گفت آقا من 100 دلار میفرستم شما، این میدونه که من برای بچه ها برشون میگم خیلی مثلا لباس و کفش و این چیزها رو بابا و اینا میخرن، وسایل تفریحی دوچرخه بخریم، پول بدیم برن استخر تابستون، نمیدونم تفریحات اینجوری پول بدیم برن سینما، در هر صورت و کتاب و وسایل مدرسه که وقتی میرن مدرسه احساس حقارت نکنن جلو اون یکی که باباش براش آدیداس کیف خریده، اینم یک کیف داشته باشه، حالا تولید داخلی هم باشه با مارک قلابی آدیداس اب نده. و پتیک گفت اینجوری منم این کار انجام میدم و الانم اشکم در اومده. گفتم والا شما میگی الان اشکم در اومده، من قبلا برای شما ننوشتم، ولی وقتی منم این خبر شنیدم که یه نفر اینقدر بزرگواره که بعد از مرگشم اینجوری کمک میکنه به بچه ها، منم تصمیم گرفتم یه پولی بذارم و این و از اون گذشته بابت این کتاب ها و اینها یه 110-120 دلاری
بال گرفتن و پست و اینا گیر ما اومده، اونم ما میذاریم اونجا. و خبر خوب این که کتابا بیشتر داره برمیگرده به کالیفرنیا. یه فیلمی بود عقاب ها به آشیانه برمیگردن یا آشیانه عقاب ها، یه چیزی اینجوری بود. گفتم خلاصه کتابای شما هم دارن یکی یکی به آشیانه برمیگردن. پتیک عزیز ممنونم. میگن که معلمی شغل انبیاست ولی حقوقش نصف افغانی. این شعرم گفت معلمی شغل انبیاست ولی حقوقش نصف انبیاست. بذارید ببینیم این عظیمی کیه و ما عکسشم اینجا نشون بدیم. عظیمی تی سی اوریجینال، اینقدر عکس‌ها کوچیکی که من نمیفهمم اینها زنن مردن. آهان یک گیس بلندی داره این دوستمون، ریش بلندی و ماشاءالله قیافه خیلی قشنگ و چیزی هم داره. کاور فوتو این هست، بذارید به شما هم نشون بدم. عظیمی تی سی برامون بنویس. حالا که دیگه میدونم آقا هستی، آقای عظیمی تی سی این یعنی چی؟ عظیمی تی سی اوریجینال یعنی اونای دیگه اوریجینال نیستن، شما اوریجینالی. خب تو ایران میگن اورجینال. اینم دوستمون همین که نوشته معلم شغل انبیاست حقوقش نصف افغانی هست، اینو تا حالا نشنیده بودم. من یادمه وقتی که معلم شدم، دوست منم آقای بهروز قاسمزاده که با هم هم کلاس بودیم، اونا هم داشتن دبیر می شدن و یه ترم از ما عقبتر بودن و یه آقای بود به نام سلیمی تو شیراز. این معلم بوده، یه کمی مخیلات می گفتن. این رفته بود دیگه از خط خارج شده بود. بعضی وقتا اینا انقدر هوششون زیاده که میرن، اصلا ما بهشون میگیم دیوونه ولی اونا نگاه ما میکنن میگن اینا دیوونه هستن. خلاصه این همینجوری میگشت تو خیابون، اینا هر کسی یه چی بهش میداد. اینا یه جایی مثلا کسی آبجو میخورد یا آبجو بهش میدادن، ساندویچ براش میخردن، اینم شعر میگفت. یه شعری گفته بود به نام این که کی گفت معلم بشی. اگه کسی این شعر رو میتونه پیدا کنه برای من بفرسته تا من همش رو بخونم. و اینو بهروز قاسم زاده به ما داد که خر بودی خرتر شدی، نمیدونم شعر طولانی بود، مثلا بیکار بودی رفتی معلم شدی، شعر خیلی قشنگ و طولانی بود از آقای سلامی اگه اشتباه نکنم. اینم از این ماجرا. و اما ببینیم که اینجا براتون چیها گذاشتیم. کتابهای شما یکی یکی به آشیانه برمیگردن. راجع به همین کتابا، راجع به همین، آها، برای پتیک یه روز عصبانی شده بود که من این کتابا رو فرستادم، شما اینقدر میگی ولی بیننده ها نمیگیرن اینا. گفتم آقای پتیک شادم تقصیر منه، من نتونستم خوب فروشنده ای باشم، خوب به مردم برسونم این کتابا و اینا رو، و اینجوری چند تاش هنوز مونده. ولی و هر وقت اومدم گفتم یکی دوتا چهارتا رو این برانور زنگ زدن دوستان یا ایمیل فرستادن. حالا اون یکی مفتخوری که گفت آقا من شنیدم شما گفتی مجانی به من بده برات بعدن میفرستم. گفتم آقا ببین، برای دیگران این کار کردم ولی به نظر میرسه که شما میخوایی کتابا رو بگیری بعدم بری شما بخندی. و درباره کتاب و مدرسه و اینها بود، نوشته که چهار مرد مسن در پارک نشسته بودن، صحبت از شغل بچه هاشون بود که بچه هاشون چی کار میکنن. یکی گفت پسر من قاضیه، دیگری گفت پسر من رئیس بانکه، یکی از اونا گفت پسر من توی بازار مغازه داره و خیلی. چهارمی خاموش بود. از او پرسیدن پسر شما چه کار است؟ گفت معلم کلاس اول و همه بچه های شما را اون درس داده. واقعا بعضی نوشته ها چهار جمله است. پسر من معلم کلاس اوله، اون بچه های شما رو درس داده. وقتی که شما تو دادگاه بودی، حالا دادگاه رو یا داد دادی به مردم یا بیدادگاه کردی با رشوه، وقتی که اون یکی نمیدونم رئیس بانک بوده به اون بیچارهی که مستحق بوده وام نداده، به اونی که دوستش بوده وام دو برابر سه برابر داده، یا وقتی اونی که بازار بوده احتکار کرده و اینها، پسر من معلم کلاس اول بچه های شما بود. آفر. کی گفت معلم بشی؟ پادو و آخوند بشی؟ نه آقا خانم، یه حرفا چیه؟
معلم کجاش پادو و آخوند بوده؟ یه اصلا توهین بزرگی شما کردی. حالا ما گفتیم اون شعره رو پیدا کن، ولی من همچین شعری تو الان نشنیده بودم. معلم، شما اصلا معلمی نمیبینی که با آخوندها خوب باشه. حالا این سروش اسم خودش گذاشته معلم، این بره ننش شوهر بده. در صورت یاله خیلی جالبه که ما ایرانی ها یاد گرفتیم از آمریکایی ها تا زنده هستیم یا هستند برای همدیگه بزرگداشت میگیریم. کار بسیار خوبیه. در این رابطه ما مخصوصا چون اون روز اسم دکتر یونس پارسا بناب رو آوردیم و گفتیم که بابا این فامیلیش پارسا بنابه و به من خودش گفته که من اهل بناب هستم، بناب غلطه، بناب درست نیست، بناب درسته. گویا چیه؟ کانون آقای خوشنودی نبودی، خوابنده بودم رو میز تشریع. خوب شد که دیر اومدی بعدن نگاه کنی که حکومت شریعه رو توی آمریکا دارن برپا میکنن، اون وقت شما میگید که انگار تو ایران همه چیز خوبه که سوربی از ترامپ صحبت میکنه. آقا من تو آمریکا زندگی میکنم، من دیگه نمیخوام از اینجا بلند شم در به در بشم برم. و توی ایران وقتی من آخونده اومدم، بنده جوانی بودم، بنده مأمور حکومت نظامی بودم، حالیم نبوده، بلد نبودم، با همه اونا هم مثلا به داداشم که با دوستش میرفت بیرون میگفتم خب میری بیرون چی میگی؟ تو که بچه هنرستان هستی، داری مدرسه میری، میری چی میگی؟ همون موقع هم میگفتم نرید بیرون، نگید، شما با اونا وجه مشترک نداری. حالا اینجا ساکت بشم؟ حالا که یکم یاد گرفتم اینجام ساکت بشم؟ چشم. شما به این تشویق فری خانم دلخوش نباش. حالا امیدوارم فری خانم هم بعدن متوجه بشه که بابا این ترامپ شالاتان دروغوه. شما در همین کاری که دارید، شغلی که دارید، اگه یه نفر بیاد بگه من میخوام منیجر شما بشم، یه نفر بیاد بگه من میخوام این مکان رو از شما بخرم، شما میگید اوکی اسم فامیلت چیه؟ میگه حسن علی پرقدرت. میزنی به اینترنت میبینی آقا این سه بار ورشکست کرده، میزنی به اینترنت میبینی این به زناش خیانت کرده، میزنی به اینترنت میبینی این حق کارگرها رو خورده. آیا همچین کسی رو حاضرید به منیجری قبول کنید؟ وقتی قبول نمیکنید، وقت چرا میخواین همچین کسی رو به عنوان رئیس جمهوری قبول کنید؟ تو سر ما بزنید بگید حالا که زوره یا امام حسین شما قبول کن. در هر صورت خیلی خوش اومدی. وقتی پول نمیگیری پادوی هستید دیگه آقا، بی مزد و مواد. نه آقا، پادو بچه ها، نوکر بچه ها و دانش آموز هم هستم. خانم شهلا خانم، چرا معلم بدبخت رو میکنی پادو آخوند؟ معلم تو آمریکا هم حقوقش کمه، معلم تو زمان شاه هم حقوقش کم بود، معلم همه جای دنیا حقوقش کمه و این یه سیستم غلط را افتاده. ولی فوتبالیست دیگه صدای این حسن عباسی دیوونه همشهری ما هم در اومد، میگه آقا این فوتبالیستا هی فیلمشونو میذارن برای که مردم چی نگاه نکنن. آخه این فوتبالیستا چی کار کردن برای مملکت؟ فکر کنم اینم بعضی که دیگه نرفتن به اون رده دوم و نمیدونم فلان ناراحت شد. در اصل برگردیم به این برنامه کانون دوستداران فرهنگ ایران که مراسم بزرگداشت دکتر یونس پارسا بناب. آقای پارسا بناب تو این منطقه خیلی معروفه، توی دنیا از لحاظ کتاب و صحبتاش که کرده خیلی معروفه. در صورت موسیقی داشتن، بعد همینجور موسیقی آذری، موسیقی آذری، موسیقی آذری، سخنان دکتر محمد اقتداری، اینجا خانم شوره عاصمی و آقای تقی مختار که یکی از به اصطلاح اعضای این کانون هستن و پایه‌ها و رکن اصلیش هستن، همیشه اونجا هستن. اینم سخنان آقای افشین بناب، پسر دکتر یونس پارسا بناب، و اینم سخنان محمد عابدینی، دوست دکتر یونس پارسا بناب، آقای ایرج انبش یا انبش نمیدونم، خانش بابا، خواندن نامه های آقایان اسدیان و زمینی، خانش بعدم خارش، سخنان دکتر بهرام زندی، سخنان دکتر مهدی ناظر. این آقای مهدی ناظر همون بود که این آقای فضائل عزیزان وقتی آمده بود دست باطبی و دیگران رو رو میکرد، آقای مهدی ناظر که ادعا میکنه تو این شهر یه رکن اصلیه، یکی از پایه های کانون دوستداران فرهنگه، به این زنگ زده بود، گفته بود من وکیلم چنین و چنان. من یقش گرفتم گفتم آقا اینجا
چی میگن چاله میدون و شعبون بیمخ و فاحش خونه و شهرنو نیست که شما بیای اینو اونو تهدید کنی. بعد حتی آقای دکتر برقعی هم میانجی شد و گفت آقا ول کنید اشتباه کرده، عذرخواهی کرد. چون عذرخواهی کرد، عذرخواهیش هم برای آقای فضائل عزیزم فرستادم تا دست از سرش برداشتیم و اینم از این سخنان دکتر تبریزی و آقای شهرام اشراقی و اینها. سپس اهدا کردن لوحه تقدیر، سخنان دکتر ماسالی، خانم زهره خیام، سهراب جاهد و اینها، و اینم اجرای زیبای ویالون توسط آقای ارسلان حمیدی، اعلام پایان مراسم توسط دکتر فرشید مقیمی. این کار بسیار خوبیه و تا هستیم قدر هم رو بدونیم، تا هستیم از هم به اصطلاح تقدیر کنیم. میگه که من نگفتم شما ساکت باشید. آقا گفتید دیگه وقتی من یه چیزی میگم شما میگی اینو نگو اونو بگو، یعنی ساکت باش. و خود شما همینجا شهادت بده آقای خوشنودی، ما چند بار رو برنامه، چند بار بیرون از برنامه گفتیم آقا شما جوونی، آقای نوروزی شما جوونی، خانم نوروزی شما جوونی، یه نسل شما از من جوونتری، بیاین بینش خودتون، برداشت خودتونو، و تو ایران بیشتر از من بودید شما، بیاین بگید کدومتون اومدین. نمیخوام بگم آقا یکیش دنبال اوبره، یکیش دنبال 7-11، یکیش دنبال پولسازی. آقا تو آمریکا around the clock، یعنی دور تا، یعنی 24 ساعت شما میتونی کار کنی. من با کسایی کار میکنم که میاد 5 ساعت اینجا کار میکنه، با عجله خودش میرسونه یه جای دیگه 6 ساعت کار میکنه. میگم چرا این کارو میکنی؟ میگی برای که یه جا نمیذارن من 60 70 ساعت کار کنم، ولی میرم 3 جا کار میکنم، 3 تا 25 ساعت 75 ساعت در هفته کار میکنم. میگم لامصب اینایی که هی از خط میرن بیرون، اینایی که تصادف میکنن شماها هستین. نمیخوام بگم آقای خوشنودی پولو بذار کنار، پول خوبه، خود منم مثل شما چسبیدم به کار، یه وقت پول درآوردم، واقعا باور کن میلیون بود دیگه. آره این موقع آخونده میلیون میدادن. بعد دیدم آقا همه چی داری، ولی میمادم کالیفرنیا این صدای رادیو رو که میچرخوندم فارسی حرف میزد، صدای آشنا. این دیگه ماشینه تا موقعی که من برمیگشتم اجاره من بود رو همین ایستگاه بود. حالا هر مزخرفی هم میگفتن بمانه، ما داریم اینو میگیم. آقا من اینو میگم، شما بیا اونو بگو، فری خانم بیاد اونو بگی. همین فری خانم سخنور وارد اطلاعات داره، میگم خانم شما بیا راجب ایرانی ها، راجب خانم ها، راجب برخورد ما ایرانی ها با هم صحبت کنیم. نمیان، ولی اگه تو یه چیزی نوشتی میان ایراد بگیرن. البته من یاد گرفتم، ببخشید اینو میگم که دیگه محل نذارم، من کار خودمو میکنم. آقا برنامه چهارشنبه من از اول تا آخرش راجب ایران بوده، نگرانم. بله حقوق من قطع میشه، حقوقی که الان میگیرم اگه آخوندا برن به حقوق من قطع میشه، بر پدر و مادر اون کسی که دروغ میگه. آقا نگرانم که میشه مثل سوریه، مثل عراق. یکی از دوستان پتیک نوشته بود آقا اونا کاخن، ما اگه بریم میشیم کوخ. تفاوت کاخ و کوخ که میدونی چیه، کاخ وقتی میزنن زمین داغون میشه میشه کوخ. میگفت ما اگه بریم اینجوری نیست، ایران عرب، ترک، بلوچ، لور، فارس، دیگه چی بگید از زبانهای دیگه، قومیتهای دیگه، و همه از هم دلخور که آقا مو فلان موقعی که فلان فارس اومد اینجا شهردار بود پدر ما لورا رو در آورد، پس حالا نوبت ما که ما لورا بریم پدر فارس رو در بیاریم. فارس میخواد پدر تبریزی رو در بیاره، اون میخواد پدر اونو در بیاره و الی آخر. ارسلان حمیدی با برادرش احمد رفقای من بودن، خانواده محترمی هستن. من اصلا نمیدونم شما راجع به ارسلان حمیدی چرا صحبت میکنید، شاید یه نوشته‌ای بوده من میس کردم. حسن عباسی کجا همشهری ما هست؟ من شنیدم شیرازیه، نیست؟ خب خدا رو شکر یه دیوونه کمتر. من اون وقتا که برنامه این شبا میمد توی برنامه بود، خیلی هم چیز بود صحبت میکرد، فکر میکرد به من گفتودن این شیرازیه، حسن عباسی. و این مردی که الان میگه من افتخار میکنم به اونایی که میرن نمیدونم شهید میشن، یکی بگه خب پدر سگ چرا خودت نرفتی تا حالا؟ بچه هات رفتن، فامیلات رفتن، یا اونا الان نشستن تو خونه فوتبال باز یک تماشا میکنن، تو داری برای بدبختا آمادهشون میکنی برای جنگ سوریه. کار یه جا و دو جا خراب نیست. همین ببین آقای خوشنودی یا اون کی بود، آقای اکبری،
همین که این میاد میگه، من دفعه دیگه نمیگم این حسن عباسی همشهری منه، یعنی همه چیز را همگان دانن. یا آقای بود آقای شهابی آخرم مثل جلو دوربین مرد بنده خدا، چون این وقت بعض وقتا اینجوری چرت میزد و میگم من با فرمول شیمی و ریاضی میخوام ثابت کنم که حکومت آخوندا نمیدونم خارجی هن. یا همین آقای زرابی میگه آقا در زمان شاه حکومت شاه مردمی بود، اینا حکومت دست. میگم آقا ببخشید، یا شما دیوونه شدی یا فکر میکنی من دیوونه شدم. کدوم حکومت شاه مردمی بود؟ کدومشون انتخاباتی بودن؟ یه بار انتخاباتی شده، حاصل انتخابش چیز بود دیگه، آقای بنی سعد بوده، و حاصل انتخاب قبل از اونم این جمهوری اسلامی بوده. شما تاریخ رو تحریف نکن، اشکال ما همینه. بیا بگو آقا چون اون بار اشتباه کردیم، از انتخابات ذوق زده شده بودیم، همین منم که تو ارتش بودم وقتی گفتن جمهوری اسلامی بله یا نه، بدونی که اصلا بدونیم رفتیم گفتیم بله، و الان همه میگن ما نگفتیم، دروغ میگن. این بار نکنیم این کارو. حالا شما بیا بگونیم تبلیغ ویالون زدنش کرد. آهان اوکی، ارسلان حمیدی، آهان اینا شاه. خب بگو دیگه، بگو. ببین من شما فکر کنی همه این چیزایی که میگم همه رو قشنگ به خاطر میسپرم؟ نه. این مثلا این خبره راجع به آقای پارسا، دکتر پارسا، دکتر یونس پارسا بناب بوده. حالا اگر تو ببخشید بذار من این آف کنم، اگر توش یه دفعه این اومد رو این عکس و اینا، بله من ایشون رو دیدم تو جلسات مختلف اینا. بله خیلی ممنون. این آقای ارسلان حمیدی هم که با برادرش احمد رفقای من بودن، خانواده محترمی هستن، بسیار عالی و ممنون از شما. و آره خب، اون سعید قوامی یا امامی شیرازی بود، اون قاتل معروف قتل‌های زنجیره‌ای. خیلی دیگه حالا بد شد، من نمیدونم سعید قوامی یا سعید امامی، یا اونی که زنش هم تو زندان میگیرن میزنن، اونی که بهش واجبی دادن خورده مرده، که من نمیدونم کی واجبی میخوره تا بمیره. از دم حمام که رد میشدی اون اتاق نور خونه چرا بهش میگفتن؟ یا واجبی بو گنده، بو آهک و بو نمیدونم مواد شیمیایی بود، کی میتونه همچین چیزی رو به اصطلاح بخوره؟ اینجا یه چند تا برنامه نشون دادن که زنه شوهرشو میخواسته بکشه، شوهره زنشو میخواسته بکشه و اینها. آمده بودن محلول ضد یخ، آنتیفریز ریخته بودن توی نوشابه، بهشون داده بودن که آنتیفریز مجبور شد فرمولش عوض کنه یا مزهش عوض کنه، که اگه میریزن توی چیزی مزهش بوش و مزهش انقدر بد باشه طرف نخوره. خانمه برای نهار همسر ساندویچ درست کرده، نوشابش هم آنتیفریز ریخته داده بهش، برای که این بدبخت یه بیمه عمر داشت. هی اینم هر روز رفته خورده، دیدن هی مریضی های عجیب. بعدم فهمیدن که آقا این خانم داشته مثلا یه ماه به این آنتیفریز میداده. رنگ آنتیفریز و اون گدرید چیه؟ یه رنگی. بله سعید امامی اصلش قوامی بود. بله فامیلای قوامی خیلی معروف بودن، اون اصلا شهردار شیراز، رئیس شهربانی شیراز، فروغ العمران که قوامی استاندار و اینا بودن، که ما هم یه آشنایی و نسبتی باهاشون داریم. ولی اونا هم بیچارا در به در شدن، برای که یه مقداری سعادت آباد و اینها یه کمی ظلمهایی روا داشته بودن. ظلم نکنید دوستان، میگه خدا گفته کفر رو میبخشم ولی ظلم رو نمیبخشم. آقای هوشنگ امیر احمدی اینم نوشته که Red Situation in Iran. میدونید که ایشونم میخواست رئیس جمهور بشه یکی دو بار، و هر دو بار صلاحیتش رو از ایران رد کردن. اینجا هم تهمت میزنن که این مأمور جمهوری اسلامیه، ولی من رفتم تو این دانشگاه راجرز چیه، اونجا درس میده، دفتری داره، دستکی داره، حقوقی داره، بعد همسرش دکتر شغل به اصطلاح پولسازی داره، و نمیدونم. در هر صورت میگم ما یه جایی رو کرایم نکرده بودیم، رفته بودیم که بهش گفته بودیم آقا ایرانی ها میان شما مشروب بهشون بفروش، خوراک بفروش، ما هم این گروهی که میاد موزیک میزنه دم در پول میگیره برای موزیک، ما نمیخوایم هیچی پول از شما نه از اونا از هیچی،
خیلی ها هیچی نخواهی، بعد ایرانی ها بیان بگن که جمهوری اسلامی پول داده به سوربی رستوران خریده. خب سوربی باید خیلی خر باشه که پوله رو از آخونده که گرفته اومده رستورانی خریده. آقای خوشنودی چشمت روز بعد نبینه، ما اومدیم گفتیم چند بگیم و اینا، اون باند اون وقتا این آقای مستور و اینا بودن، سعید مستور و خسرو و حمید و اینا، یه چند تا بچه های شیراز و اینا هم داخلشون بودن، گفتن که $10 ورودی. بعد ما داشتیم گفتیم خب اینجا 200 نفر میان، $10 $2000 $1000 میدیم به این، $500 برای ما، $500 برای تلویزیون اینها. یکی از اونا گفت آقا چون داور گفته این کار انجام میدیم، دفعه اول بگیم مجانی و اینو تقدیم کنیم به داور که رئیس برنامه رئیس تلویزیونه. گفتیم باش، ما هم اعلام کردیم. آقا روز اولی که باز شد، دور تا دور این ساختمون که بالاش رادیوی کوریان، پایین الان دیگه زدن زمین عوض شد تمیر، پایینش این رستوران بود، دور تا دورش مردم وایساده بودن. چون شما برنامه‌های شب معمولا حتی بعضیا شامتون هم می‌خورین یا یه شام سبک می‌خورین، ساعت 9 میرین بیرون که تا 2 صبح می‌خواید برقصی مشروب بخورید. آقا از 7 شب ملت اومده بودن بیا جلو، به کسی نگیا. بدترینش یه خانواده شیرازی اومده بود، وقتی اومدن نشستن تو، انگار که رفتن اکبرآباد یا قصرالدشت یا چی بود چناشویجون، یا رفتن شاهبهرامی یا ابوالخیر یا یه جای دیگه بود، تلبرنجی، تلبرنجی هم بهش میگفتن. آقا چیپس و آب و اینا رو آوردن گذاشتن رو میز. حالا صاحب این رستوران مال کجان؟ مال فیلیپینه و من شنیدم که این افسر فیلیپین بوده، موقعی که فیلیپین شلوغ پلوغ شده در رفته اینجا پناهنده شده و گیتار میزنه و اینها، و 22 سال بود اون موقع، 18 سال پیش 22 سال پیش این رستوران رو داشت. خلاصه آمد به من گفت که سوربی اینا از بیرون چی آوردن و فلان و اینها، و میدونی ما تو رستوران الان اگه این چیپس بره پشت ملازش بخواد خفه بشه، ما زنگ بزنیم آتش نشانی با آمبولانس بیاد اینجا بخوان اینو ببرن، میگن یه نفر توی رستوران رنه چیپس رفت پس ملازش مرد. اینم بذار کنار، یه فامیلی هستن اینجا یاوری، خیلی معروفن، خیلی پول دارن، چندین برادرن که اینها اینجا بیزینس مترس و کارپت و فرش و اینها. من باهاشون آشنایی ندارم، من مادر اینا یکیشون با من سلام علیک میکرد و موقعی هم که برنامه حمایت برای تلویزیون، من اصلا برنامه هم با پول شروع نشده تو تلویزیون، چون الحمدلله هم پول داشتم هم دو تا بنز نو داشتم که حالا ماشین جیپ آمریکایی میرونه بمانه. آقا این مردم اومد گفت که همین رنه گفت که سوربی یه نفر اومده به من میگه که من به طرف کجا نماز بخونم، و گفتمش نماز چیه، گفته من میخوام دعا کنم، گفتم اینجا که کلیسا نیست، یه شنبه برو کلیسا، گفته نه ما مسلمونا باید دعا کنیم. باورتون میشه شما این آقا با زنش و با مادرش از خونه بلند شده اومده، اومده رستورانی که میخوان موزیک بذارن برقصن مشروب سرو کنن، از صاحب رستوران میپرسه قبله کجاست، من میخوام نماز بخونم. خب آخه تظاهر تا کجا، که همه گفتن آقا خجالت بکش، شما از این ساعت تا این ساعت وقت داری، اگه نماز ظهر و مغربت بوده که نمیدونم که چیه، چند تا نماز ما که بلد نیستیم، مغرب و عشا بوده، از حالا تا نمیدونم بوق سگ وقت داری. خب اینا رو میبینه آدم تو جامعه. بعد من میام می‌نویسم ترامپ اینجوری، شما میگه انگار که حالا ما 100 تا ترامپ داریم تو ایران، چون 100 تا ترامپ داشتیم به اینجا رسیدیم، میبینم اینجام داره اینجوری میشه. و اگه ندیدی اون فیلمی رو که من اول برنامه گذاشتم، حتما بعدن برگرد اون فیلم رو ببین که داره چی میگه. میگه ملا جف سشن، ملا اون نمیدونم همه اسم ایناری که میاره، حتی این دختر هاکبی، چی اسمه، هاکبی، مایکل هاکبی، اینا رو که اسم میاره، و ببین چه خطر بزرگی در کمینه.
اگه امروز که تو آمریکا هستی، اگه امروز که من تو آمریکا هستم، بیام مثل تلویزیون ایران آریایی فقط فوش بدیم به ایران و فلان، چه فایده ای داره؟ اینا چیکار کردن؟ هیچ کدومشون دو تا کلمه انگلیسی بلد نیستن. سالها پیش آقای پرویز کاردان به من گفت سوربی، من سالها پیرتر از این شهرام همایون هستم. شهرام همایون چند سال پیش وقتی میخواست بره یه جایی، پرویز کاردان با خودش میبرده برای انگلیسی صحبت کردن. کوری اساکش کور دگر شود. اون وقت هممون میایم میخوام تبلیغ میخوام بکنیم دانشگاه کوروش، دانشگاه آریا، میخوایم فرهنگمون رو به اینا منتقل کنیم. آقا همین فرهنگ بعد، همین فرهنگی که شما میگید مردم قد ناشناس بودن، مردم نادان بودن، مردم احمق بودن، خب این کیه؟ این بعد از دوره دوتا پادشاه. بعد شما میگید مردم، همین خانم فری دوست ما نوشته بود رضا شاه وقتی اومد ما پابرهنه بودیم، وقتی رفت ما با کت شلوار بودیم. خب آخه خانم نمیخونه این چیزی که شما میگید. 57 سال دو تا پادشاه اگه آمدن ایران آباد کردن، ایران یعنی چی؟ ایران یعنی مجموعه خاک و آدماش. و الا شما خاک رو گلستان کن، آدماش الاغ باشن، میشه چی؟ میشه طویله. حالا آدما فیلسوف باشن، خاک درست نشه، میشه چی؟ میشه مزرعه، میشه کبیر. اینا دوتا با هم یه مجموعه رو میسازن. نتونستن، خراب کردن. خود شما بیان بگید، بگید ما دنبال اینا بودیم، اینا اشتباه کردن. برگردید سراغ آقای هوشنگ امیرعبدی، ایشون نوشته Red Situation، وضعیت قرمز این ایران، Persian Language. حالا ما رو Persian Language هم زدیم، بله آمده. میگه وضعیت قرمز از امروز، حالا ننوشتن مال چه روزیه، از امروز با اعتصاب تجار، بازار و تحرک طبقات متوسط و پایین دست، جمهوری اسلامی وارد مرحله وضعیت قرمز شد. چند ماه پیش وقتی نامه به کروبی را منتشر کردم و بعد طرح دولت نیمه نظامی برای گذار مسالمت آمیز به ایران بهتر را مطرح نمودم، تا به امروز همه حوادث و اکثر حرفهایی که از سوی افراد مرجع مطرح شدند در جهت تایید نظر من بودند. خب من از سال 2001 که توی جلسه هم دکتر نوریزاده باش آشنا شدم، همین آقای هوشنگ امیراحمدی، همون جهانشاه جهانشاه چی بود، اونم اونجا آشنا شد، ایشون رو میشناسم. حرفایی که میزنه خب شما میگی درست میگه، ولی وقتی میخوای اجراش کنی خب قدرت اجرایی نداره، میمونه. حالا هر از چندی که میگذره میگه آقا نگاه کن من تو فلان تاریخ تو ویدیو تو مصاحبه با سربی اینو گفتم، مصاحبه با آقای شهرام فلان اینو گفتم، فلان گفتم، و درست میگه. ولی چند نفر رو میشناسی؟ از جمله این بهبانی معتاد عقب افتاده، هر وقت یه اتفاقی میفته میگه ما گفتیم به شما. آخه یکی بگه اولاق، اگه تو پیشگو هستی برو از فردا فالگیری باز کن، یه مینیونی کرایه کن بزن کنار دست و کف دست خونی اینا، اگرم نیستی خفه شو بعد بخ همین شغل گدایی تو بگی برو. ایشون میگه من ترامپ رو تایید نکردم، اتفاقا یه ویدیوی احمق رو درباره یک نفر که ترامپ رو در هند میپرسه براتون فرستادم به مسنجر، نشون دادم اونو. خیلی ممنون، من نمیدونستم اینو شما فرستادی ولی نشون دادم. بله زریه تناز تنازی میگه ترامپ گفته دیگه آمریکایی‌ها بنز و آودی و BMW سوار نشوید، ماشین آمریکایی بخرید، شانس آوردید که جیپ خریدید، خرید کردید. ترامپ اینجوری دوستتون داره. قرائتی که میگفت بوی واجبی ضد سرطان هست، برید تو واجبی خونه در رو ببندید یه ربع ساعت تنفس کنید، یکی دیگهش بود میگه روزی یه بار، هفته یه بار با واجبی بکشین، هرچی بیشتر واجبی بکشین با خدا نزدیک میشین. یه دیوونه بود گویا اونم استاد دانشگاهه. بماند. دوستان عزیز ممنون و متشکرم که با ما بودید. من میخواستم یک نوشته ای رو هم از دوستمون پتیک بخونم که قبل از اینکه وقت تموم بشه، چون ساعت 16 باید برنامه آقای حسن ارشاد رو از ایران، برنامه شماره 185 حسن ارشاد، مناظره حسن ارشاد و یکی از مبلغین بهایی به نام سروش
در پلتاک موضوع خاتمیت. همین موضوع رو آقای دکتر بیژن یگانه سالها پیش در تلویزیون مردم و تلویزیون رنگارنگ عنوان کرد، خیلی هم قشنگ توضیح میده خاتم النبی. معنیش این نیست که دیگه تموم شد، یعنی البته میدونید اینا تفسیر میکنن، وقتی تفسیر میکنن اولین سوالی که تو مغز من میاد این خدا چقدر ناتوانه که نمیدونه این سربی بلد نیست عربی باهاش فارسی صحبت کنه، نمیفهمه این یکی نه فارسی بلده نه عربی باهاش آلمانی صحبت کنه، و میده دست یک کسی که دیدید اون روز بچه رو زد که میخواست آب چی بهش میگن غسل تعمید بده، بعدم پس فردا بره شم بده دستش اون پشت، دیدید اینایی که خدمت میکنن یه لباس سفید بلندم میپوشن که اون زیرم لباس نپوشن، آقای کشیش راحت باشه تا دامن رو زد بالا چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. اینم از این ماجرا. و اما بیایم اینجا ببینیم که انتقال معیارها، این دوستمون از خلیج فارس فرستاده، سعی میکنم این رو دوشنبه بگم. وقتی مسئله وبا میشود راجع به فوتبال و مسابقه و اینها بود، کسی که این را آنتو کرده و بعد بیرون میاره حتما میتونه اقتصاد دنیا و اقتصاد ایران را هم درست کنه. این یه عکس خیلی جالبیه، بذارید من اینو بهتون نشون بدم. واقعا ببینید این شتر رو چجوری کردن تو این ماشین استیشن واگن، فکر کنم تویوتا این ماشینه یا نیسانه، در صورت سر بیچاره رو از اینجا کشیدن بیرون و کوهانش و اینا اینجا. این دوست اونی عکس فرستاده نوشته کسی که این رو توی این کرده حتما میتونه اقتصاد دنیا رو هم درست کنه و اینها. یک ویدیوی روی فیسبوک من هست که ببینید تو ایران چجوری صحبت میکنن و ما اینجا فقط به همدیگه فوش میدیم و اینها. بذارید من ببینم نوشته اینو ظریف واقعی. آهان، فردا و پس فردا و اینا هم تظاهرات هست توی آمریکا و یادتون باشه 600 نفر رو دیروز دستگیر کردن. آمریکا 600 نفر رو به خاطر تظاهرات دستگیر کرده. آقای مجید جان، حالا جالب اینه که شما وقتی اینو می‌نویسی حداقل یه نفر، فری خانم فکر میکنه شما طرفدار ترامپی. لطف کن اونجا بنویس با همه اینایی که میگم چرا مشکلات ایرانو نمیگید، یکی از مشکلات ما ایرانیا افرادی مثل ترامپ، افرادی مثل ریگان، افرادی مثل جورج بوش، افرادی مثل بیل کلینتون، افرادی مثل اوباما هست که اینا توی ظاهر میگن ما مخالف آخوندا هستیم، طرفدار مردمیم، ولی پشت و در باطن 100% که هیچ، 1000% با آخوندا بودند و هستند. تاریخ حالا بعدا ببینیم یا دنیا رو ببینیم که خواهند بود یا ما میتونیم عوضش کنیم. Teachers dying request honored with backpack. بذارید این چیزی که بهتون گفتم، معلمی که وقتی هم فوت شد وصیتش این بود، بله میگه Tammy Waddell spent 25 years of her life، بله 25 سال از عمرش رو گذرانده بوده برای معلمی و اینها، و وقتی که 58 سالش میشه 9 جون 20 روز پیش وقتی فوت میکنه گفته بوده برای من گل و چیز نیاری. این خانم روان شاد واقعا یادش گرامی، و اگر بهشتی هست من مطمئنم که ایشون در بهشت، اگرم بهشتی نیست همین که مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. من و شما امروز داریم راجع به این خانم صحبت میکنیم، ایشون مرده نیست، ایشون زنده است که گفته برای من گل نیارین، سر خاک من گل نیارین. و ببینید دوستان این اتاق، اینا کیفایی که بچه مدرسه یا میندازن پشت کولشون، مداد رنگی و کتاب و دفتر و اینها، خیلی هم ارزونه. حالا بیاین پایین تر، نه میخواستم دنبال اون عکسی بگردم که تو کلیسا برای این خانم گذاشتن و تو کلیسا هم به اصطلاح همکاران فامیلا اینها براش همون بکپک یا این کوله پشتی ها رو آوردن. و این بله اینایی دیگه داره راجع به این میگه که شما اینجا اگر یه میز بزنه بچت بیرون، اینجا لیمونید میفروشن، شربت آب لیمو، و این کار معمولی بوده. الان چند سال پلیس میاد بهشون تیکت میده، جریمه شون میکنه. یه شرکتی
واز شده، یه شرکت غیر انتفاعی میگه هر کی جریمه کرد ما اون جریمه رو میدیم، ولی شما این سنت آمریکایی‌ها رو رعایت کنید و این کار رو انجام بدید. خود من خداییش مشکل دارم با این که فان یه روز داشتم از این به هم میرفتم، یه دختر کوچولو چیز کرده بود، بعد بهش گفتم که اینا دونه چنه، گفت دونه یه دلار. گفتم خب دوتا شون من بده، دوتا نصفی انقدری به خانم گفتم این دیگه کیه، این هنوز از حالا کم فروشی میکنه، خود لیوانه انقدر بود، تو لیوانه هم انقدر ریخت، اب نداره. بله میگن که Angela become teachers and healer. Who is Angela؟ این تمی بود، خانم گلنار نگارستانی اینو نوشتن، نمیدونم راجع به چی شما صحبت کنید. دیروز یکی از بازاری ها از دهانش پرید که چرا اعتصاب کردن، گفت مغازه رو میبندیم جنسمون رو نفروشیم بهتر است، چون گرونتر میشه و اگر نفروشیم به صرفه تر. ای قربون آقای خوشنودی، خب کاکو جون ما که همین رو داشتیم داد میزدیم، ما گفتیم شما که میرید فریاد میزنید ببینید با کی داریم فریاد میزنید، با همین کسی که عامل گرون فروشی بوده تا دیروز، و با همین کسی که امروز شما کارتو ول کردی رفتی، این کارشی که به میانده فردا، چون امروز احتکار میشه، فردا دو برابر جنسو میفروشه. وجه مشترک شما نداری با این بازاری، و همین بازاری ها بودن که پول برای خمینی فرستادن. گفتم بهتون آقای بنی‌صدر به خود من شخصا گفت آقا این مزخرفاتی که میگن کارتر انقدر داد و اینا رو بری سطل آشغال، گفت آقا 40,000 فرانک 50,000 فرانک مارک و فلان اینا بازاری ها میدادن که خمینی میگه پولا رو بگیر بذار اونجا، ولی به اینا بگو که فکر نکنن ما بعدن بهشون شغل میدیم. اونایی که میگید خمینی انقلاب دزدید، خمینی میدونسته که بعدن قدرت میگیره، میدونسته که بعدن مملکت دست ایناست. آقا باید بگی کمی بیشتر بسینیم صحبت کنیم. این رو به غیر از اینکه شما فرستادی در هندوستان مذهب و دین ترامپ پرستی تأسیس شد، اون دوستمون از خلیج فارس هم فرستاده بود، خیلی ممنون، چون معمولا من سعی میکنم اونایی که میفرستن یه چیزی رو ازشون تشکر کنم، و شما آقای خوشنودی وقتی گفتی یادم میومد که یعنی من اونو دانلود کردم از ایمیل. بابا مردم نخرید، این صهیونیست‌های ایران دست تو دست نتانیاهو هستن، نخرین چی نخرن من نمیدونم. در صورت الیجونم اومده، الیجون خب خیلی ممنون دوستان. ساعت 4 من باید ویدیوی آقای حسن ارشاد بهتون نشون بدم، شما اگه موضوعی برای گفتن دارید حتما با تلویزیون مردم تماس بگیرید. حالا پتیک میگه من که این همه برات چی میفرستم، تو که نه میخونی نه پخش میکنی. بله میگه که هوشنگ جان، پتیک برای آقای آریانپور نوشته، واقعا که ما ایرانی ها در این کارها استادیم. هفته پیش در بازی با اسپانیا از لای پای بازیکن پیکه شماره 3 توپ رد کردیم، لاپایی میگفتن زدیم یا لایی زده، بلافاصله عکسی درست کردن که تیم پرتغال به آدیداس کفشی سفارش داده که بین پاها تور داشته باشه. هنر نزد ایرانیان است، نزد ایرانیان است اگر برای این گونه چیزها باشه، چون یه عکسی هم فرستادن درمان بی اشتهایی، من قبلا هم اینو نشون دادم، و میگه که یکی از مادرها این بچه رو برده دکتر، گفته که این اشتها نداره، دکتر بهش گفته که مادره میره دکتر، اینو شما هم حتما دیدین تو فیسبوک، مادره میره دکتر میگه آقای دکتر بچه‌م هیچی نمیخوره چه کار کنم، دکتر میگه یه عمامه بذار سرش کل مملکت رو میخوره. اینم داستان امروز ماست. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش. آخر هفته است و این آخر هفته با فورت آف جولای که چهارشنبه هست، بعضیا از همین الان من امروز صبح تو خیابون بودم خلوت بود، بعد گفتم شنبه است، گفتم نه آمریکایی‌ها یه روز که تعطیله میچسبوننش این ور و اون ور، میشه 10 روز تعطیلی، از امروز خلوت بود. و ما برنامه داریم دوشنبه 12 ظهر با کانون آوا هستیم، و بعدش سربی با مردم، و خیلی خوشحالم که آقای نیاکان هم اینجا هستن، کامران هم یکی از این مهرهای اصلی این منطقه DMV هست، ولی به ما لطفش کمه، کم میاد اینجا.
در هر صورت دوستان، گفت قصه ما به سر رسید. آقا روباه بود، کی بود؟ به خونش نرسید. به پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. مواظب خودتون باشید و اگر مخالف من هستید، دوست دارم باهاتون صحبت کنم تا زمانی که بتونید صحبت کنید. فوش بدید، من دیگه دوره فوش دادنم گذشته، ولش کنید، برید. به قول آقای هروی، خدا رحمت کنه، دکتر مصطفی هروی، گفت ما اینجایی که شما هستین 30 سال پیش بودیم. روز روزگارتون خوش. مرسی که با تلویزیون مردم بودید. برنامه سربی با مردم رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خدا نگهدار.